به نام خداوند خدمت دوستان و برادران و هموطنان گرامی سلام عرض میکنم و از اینکه توفیق مجدد یافتم که یه خود تشریف بیایید جلوتر صدا تو گوش من میره صدا میره تو گوش من بله صدای من میاد دو تا صداست بله اکو الان نخیر بازم دو صداست یه کوهی اینجا هست که صدا بر میگه شما اون کوهو بکنیم حالا امیدواریم خودتون پر کنید قسمت های خالی رو دوستانم زحمتی بکشن قدری پیشتر بیان که بله بله خیلی ممنون مجددا سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان و هموطنان گرامی و خوشنودم از اینکه کامیاب شدم که مجددا شما رو در اینجا دیدار کنم خوشبختانه در طول مدتی که من در خارج از کشور به سر میبرم توفیقی دست داده که چند بار اینجا در پاریس دوستان و عزیزان رو ببینم و با یکدیگر گفتگوهایی داشته باشیم پاره از اونها قدری غوغا برانگیز و سر و صدا خیز هم بوده است و البته باکی نیست اگر در مورد سخنی بحثی برود انتقادی بشود و ماجرایی در بگیرد علامت آن است که مسئله ماست و درباره آن نیکوست که سخن برود نوبت امروز قرار است که در مسئله سکولاریسم این نوبت قرار است که در باب سکولاریسم ستیزگر سخن بگویم. مطمئنم همه عزیزان و دانشجویان محترمی که در اینجا هستند با مقوله سکولاریسم آشنایی دارند و حاجت نیست که من در باب معنا و مفهوم و مدلول سکولاریسم به تفصیل سخن برانم اما ناگزیر باید مقدمه ای رو بگویم تا نتایجی رو که میخواهم بگیرم آشکارتر و روشنتر بشود ما ظاهراً در زبان فارسی معادل روشن و دقیقی برای واژه فرنگی سکولاریسم نداریم نه تنها در فارسی نداریم در هیچ یک از زبانهای غیر لاتینی هم نداریم یعنی عربها هم نتوانستند معادل دقیقی برای آن پیدا کنند کشورهای اسلامی دیگر هم همینطور و به همین سبب اغلب ترجیح دادند که همین واژه رو به همین صورت کنونی فرنگی آن به کار ببرند
در زبان فارسی ما البته پیشنهادهایی شده و به چشم میرسد، مثل گیتیانگی یا دنیاویت، که به جای سکولاریزم نهادن، یعنی توجه به گیتی کردن، توجه به دنیا کردن و کام خود رو از دنیا برگرفتن. در زبان عربی هم واژه علمانیت یا علمانیت به کار رفته. خود عرب ها هم متحیرند که اون رو علمانی بخوانند یا علمانی بخوانند با عین، و اختلاف از اینجا ناشی می شود که بعضی ها معتقدند که این واژه از علم مشتق می شود، لذا علمانی یعنی بینش علمی داشتن، و سکولاریزم به معنای علمی دیدن و علمی اندیشیدن و علمی تحلیل کردن گرفته شده است. کسانی هم که اون رو علمانی می‌خوانند معتقدند که این از ریشه عالم گرفته شده است، که عالم یعنی همون دنیا، و بنابراین با مفهوم دنیاویت و گیتیانگی یا گیتیگرائی نزدیک می شود. در زبانهای لاتینی کلمه سکولاریزم، چنان که می دانید، از ریشه سکولوم میاد. سکولوم یعنی زمان، یعنی اینجا و اکنون، این دنیا، نه دنیای دیگر، این دنیای حالی، نه دنیای برتر. لذا سکولاریزم در واقع اثبات یک دنیاست و نفی دو دنیای دیگر. لغتاً معناش این است که توجه ما به این جهان که اکنون در او زندگی می کنیم معطوف است، در پی کامیابی در این جهانی، در پی شناختن این جهانی و در پی اداره کردن و مدیریت این جهانی. نه به جهان بعد از مرگ کاری داریم، نه به جهان برتر از این جهان، یعنی ماوراء طبیعت کاری داریم. معنای سکولاریزم در زبان فرنگی دقیقاً این است: این جهان، اینجا، اکنون، نه جهان پس از این جهان، نه جهان برتر از این جهان. این معنای سکولاریزم است و به همین سبب است که می‌بینید که در زبان فارسی یا عربی در معنایی که جانشین آن می‌کنند، مفهوم جهان، مفهوم گیتی، عالم، دنیا و امثال آنها نهفته است، چون در تمام این معانی عطف توجه به این جهان و بریدن از جهانهای دیگر به فرض وجود خوابیده است. این معنای سکولاریزم است. چنان که گفتم، ما چون با این مفهوم اونچنان که باید آشنا نبوده ایم، یا اساساً طالب و راغب این مطلب نبوده ایم، واژه‌ای هم برای او نساخته ایم و در میان ما حرکت ذهنی و عملی رو ایجاد نکرده است. اما به پاره علل و دلایل که خواهم گفت، در مغرب زمین و در اروپا سکولاریزم رویش طبیعی پیدا کرد و درختی شد که بر سر همه تمدن غرب سایه افکند، و اکنون هم غربیان در سایه این درخت زندگی میکنند. ولی اگر شما به دقت در ادبیات گذشته ما و خصوصا ادبیات دینی ما نظر کنید، دو واژه رو پیدا خواهید کرد که این دو واژه ربط و نسبت نزدیکی با مفهوم سکولاریزم دارد. امروز شاید نتوان آنها رو در این معنا به کار گرفت،
اما نشان می‌دهد که گذشتگان ما هم از این مفهوم بی بهره نبودند و احیاناً به آن می‌اندیشیدند. یکی کلمه دهر است. شما کلمه دهر رو شنیده اید. دهر یعنی روزگار. با کلمه دوره و دیوریشن در انگلیسی و در فرانسه هم ظاهراً همریشه است. من در این معنا اصراری ندارم، اما چون گفته شده است میگویم، بیراه نیست. این کلمه دهر اتفاقاً در قرآن هم آمده است، از زبان پاره از افراد بی ایمان گفته شده است که ما به خود به دنیا می آییم و به خود از دنیا می رویم و ما یهلکنا الا الدهر، روزگار ما رو فرسوده می کند، علت دیگری در کار نیست، خدایی نیست، ماوراء طبیعتی نیست، نیروهای غیبی نیستند، همین زمان و همین جهان است که ما رو می پرورد و نهایتاً هم ما رو فرو می اندازد. این کوزگر دهر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. تعبیری که خیام به کار میبره و واژه دهر رو هم دقیقاً در اینجا به کار میگیره مناسب مقوله ماست. جامی است که چرخ آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر جبین میزندش، یعنی انسان. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این درست مفهوم همون آیه قرآن است که براتون خوندم، و ما یهلکنا الا الدهر، دهر ما رو میسازد و دهر ما رو هلاک میکند و بر زمین میزند و از میان بر میدارد. دهر یعنی زمانه، یعنی روزگار. و با کلمه سکولاریزم که این سکولوم به معنای زمان در او جا دارد مناسبت تام و تمام دارد. من پیشنهاد نمی کنم که ما بیاییم و به آدم های سکولار بگیم آدم های دهری، برای اینکه همین که این کلمه را به کار ببریم در زبان فارسی جدید و در یک محیط دینی اولا یک لقب کفرآمیزه و در دل خودش تکفیر رو دارد، و ثانیا خالی از دشنام نیست. دهری یعنی انسان بی اعتقاد، انسان بی خدا. اما از لحاظ ریشه نسبتا نزدیک است با مفهوم سکولار. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه متفکران و فیلسوفان در حقیقت معتقدند که مشخصه اصلی طبیعتی که ما در او زندگی می‌کنیم این است که زمانمند است، زمان دارد. عالم ماوراء طبیعت رو عالم بی زمان یا لازمان می‌خوانند. یعنی این جهان ماده یا این طبیعت مادی موجود از مختصاتش این است که زمانی است. برابرین همین که شما کلمه زمان رو به کار ببرید یعنی طبیعت مادی، چه بگویید مادی چه بگویید زمانی فرقی نمی کنه. چون وقتی که به جهان غیر ماده بروید ماده نیست، زمان هم نیست. فیلسوفان حتی استدلال کرده اند که زمان فرزند ماده است، فرزند حرکت ماده است، بنابراین همیشه این فرزند همراه اون مادر هست. هر جا که ماده پاش رو میگذاره زمان رو هم به دنبال خودش میآورد. به همین دلیل جهان طبیعت رو در ادبیات فلسفی شما گاهی میبینید که تمپرال اوردر، مرتبه زمانی مینامند، در مقابل جهان ماوراء طبیعت که اون رو اترنال اوردر، جهان ماوراء زمان مینامند. بعضی این اترنال رو و اترنیتی رو ابدی معنی میکنن یا ازلی معنا میکنن که درست نیست. واقعا یعنی لازمان، یعنی بی زمان، یعنی برتر از زمان، جایی که اصلا گذشت زمانی حضور ندارد. یه نوع ثباتی در اونجا هست که نامش رو حرکت زمانی نمیتوان گذاشت. اما پاتون رو از اون عالم که پایین تر بگذارید وارد جهان زمانی میشوید. یعنی همه چیز
زیر سلطه زمان قرار داره، بر همه چیز زمان میگذرد، همه چیز عمر دارد، همه چیز پیر میشود، همه چیز ابتدا و انتها دارد، اما اون چه آغاز ندارد نپذیرد انجام. چیزی که اول نداره آخرم ندارد. این که ما میگوییم خداوند ازلیست یا ابدیست، معناش این نیست که عمر بی پایان دارد، معناش اینه که اصلا عمر نداره، معناش این نیستش که یک زمان بی پایانی بر او میگذرد، معناش اینه که اصلا زمانی بر او نمیگذرد. و اترنیتی یا اترنال اوردر معناش این است. در مقابل این جهان زمانی و طبیعی و مادی که ما در او زندگی میکنیم که از مشخصاتش زماندار بودن است، در تمام زوایای او زمانیت رخنه کرده. شما هیچ گوشه‌ای از گوشه‌های عالم طبیعت را نمی‌توانید پیدا کنید که زمان بر او نگذرد، دیروز و امروز نداشته باشه، قبل و بعد نداشته باشه. لذا سکولاریزم یا کلمه سکولوم که ریشه اوست، در حقیقت برمی‌گردد به این جنبه اختصاصی جهانی که ما در او زندگی می‌کنیم، یعنی جهانی که متعلق به زمانیات هست، به موجوداتی است که زمان بر آنها می‌گذرد. از همین جهت چنان که گفتم با دهر و دوریشن و دوره اینها مناسبت دارد. در قرآن یک کلمه دیگر هم هست که باز از جهت توجه به تاریخچه دینی این مفهوم جالب است و اون کلمه عصر است. عموم شما با این سوره کوتاه قرآن آشنایی دارید که خداوند قسم به عصر می‌خورد، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به عصر، آدمیان همه زیانکارند مگر کسانی که اهل ایمانند و اهل رفتار نیکند. سر اینکه عصر به چه معناست مفسران قرآن اختلاف کردند. بعضیا خیلی ساده گفتن عصر یعنی بعد از ظهر، خداوند به بعد از ظهر قسم خورده است. من در ترجمه بعضی از ترجمه های انگلیسی دیدم جای والعصر نوشتن by afternoon، قسم به afternoon، قسم به بعد از ظهر. بعضی ها دلیل هم آوردن، گفتن چطور خداوند به صبح قسم خورده؟ در قرآن قسم به صبح داریم، و صبح اذا تنفس، قسم به شب خورده، و لیل اذا عصعص. خب وقتی که خداوند به صبح قسم میخوره، به شب قسم میخوره، به عصر و بعد از ظهر هم ممکنه قسم بخوره دیگه. این چندان استبعادی ندارد و نباید ما رو به شگفتی بیاندازد. اما در نظر بعضی ها این کلمه معنای عمیق تری داره و اون همون معنای زمان است، زمانه است، روزگار است. چون عصر این معنا رو هم داره. یکی از سوپر انقلابیون قبل از انقلاب اسلامی که بعداً هم متاسفانه اعدام شد، یک روحانی بود که هواهای انقلابی و تفسیرهای تفنگی از قرآن او رو تسخیر کرده بود. یادمه که تفسیری بر این سوره عصر نوشته بود. میدونید کلمه عصر رو چی معنا کرده بود؟ این رو در پرانتز میگم، چون عصر یکی از معانیش هم فشردن دیگه. بله، این گفته بود خداوند قسم به فشار خورده، گفته قسم به فشار، و بعدم گفته بود این منظور فشار انقلابیه و اینکه از بالا باید یه نیروی جامعه رو اصلاح بکنه. ولی این سخنان و این افراط و تفریط ها رو که کنار بگذاریم، حقیقتاً به نظر من کلمه عصر در اینجا با مفهوم زمانه و روزگار کاملا مناسبت داره. در واقع به یک معنا خداوند سلاحی رو که در دست مخالفان و غیر مؤمنان بود از اونها میگیرن. میگوید که این زمانه‌ای که شما اونقدر به او تکیه میکنید، میگویید که آورنده ما، برنده ما، پرورنده ما، میراننده ماست، خود این زمانه از مخلوقات ماست، مثل صبح، مثل شب، مثل خورشید، مثل ماه، و من به او قسم میخورم. در عین اینکه حرمت قسم خوردن دارد، اما از حریم مخلوقیت بیرون نمیرود و پا بر مسند الوهیت نمیگذارد. باری در ادبیات دینی شما با
کلمه دهر با کلمه عصر رو بروید که باز شما رو به این معنا نزدیک میکنه. من میخوام یک کلمه دیگر رو هم به یاد شما بیاورم. پاره از شما که با تاریخ فلسفه و تاریخ کلام آشنایی دارید، در اونجا لاجرم دیده اید که فیلسوفان ما، متکلمان ما، هنگام بحث از مسائل دینی میگویند که ما دو گونه میتوانیم بحث بکنیم. مثلا وقتی که صحبت از رستاخیزه، اینکه آدمیان پس از مرگ برخواهند خواست و به حساب اونها رسیدگی خواهد شد. صحبت از خداوند است، اینکه این جهان خالقی دارد، شارعی دارد. میگویند که درباره این مسائل دو گونه و از دو راه میتوان بحث کرد، یکی راه عقلی، یکی راه نقلی. راه نقلی یعنی این که مراجعه کنیم به گفته های پیامبر و پیشوایان دین و ببینیم که اونها در این زمینه چه گفتن، از اونها بیاموزیم که خدا کیست، خدا چیست، یا رستاخیز چگونه است و امثال اونها. یکی هم راه عقلی یعنی مراجعه به گفتار پیشوایان و بزرگان و قرآن و روایات نبوی نکنیم مطلقا، فقط به عقل خودمون اتکا کنیم و ببینیم که ما چه میفهمیم، خرد به ما چه میگوید. خرد مستقل از وحی، عقل مستقل از دین، بدون مراجعه و بدون استمداد از معارف دینی خرد رو به داوری بطلبیم و از او بشنویم که خدا کیست و کیست، رستاخیز راست است یا نیست. این کلمه عقلی که در اینجا به کار می رود بسیار نزدیک است به مفهوم سکولار در زمان حاضر، برای اینکه در واقع یعنی غیر دینی، عقلی که زیر فرمان دین نیست، عقلی که مستقل از وحی عمل می کند و خود می خواهد درباره خدا و رستاخیز و مسائل ماوراء طبیعت و طبیعت و هر چه که هست فتوا بدهد. وقتی که عقل رو در مقابل نقل میگذاریم، غرض عقل مستقل از وحی است و این همون چیزی است که یک انسان سکولار امروز از آن سخن میگوید و به او دل میبندد، میخواهد که خرد خودبنیاد و مستقلی داشته باشه و از اتوریته‌های دینی نشنود و فرمان نبرد و خود مستقلن و مستقیمن وارد عرصه داوری بشود. همه این سخنان من و با توضیحی که درباره معادلها و جانشینهای او دادم گویا من را از تعریف سکولاریزم مستغنی میکند. اجمالا شما در میابید که سکولاریزم یک وجه عملی و حیاتی و ناظر به زندگی دارد و یک وجه عقلی و ناظر به اندیشه. اون چه که ناظر به زندگی است معناش این است که میخواهیم در این جهان زندگی کنیم، جهان رو خود اداره کنیم، از جهان کام بگیریم و رفاه و لذتمون رو در این جهان تأمین کنیم. اون چه که مربوط به اندیشگی است یعنی این که میخواهیم خود بفهمیم، خود داوری کنیم و از منطق وحی پیروی نکنیم و از پیامبران استمداد فتوا و دانش و بینش نکنیم. این معنای سکولاریزم است و به همه این معانی کمابیش شناخته شده بود. اما وقتی که یک اراده جمعی پشت سر این امر قرار گرفت و یک قومی بگویید یک تمدنی اراده کرد، همت گماشت تا این مفاهیم رو محقق کند و در زندگی پیش روی خود بنهد و قبله همت خود کند، از اینجا بود که سکولاریزم متولد شد. یعنی قومی متولد شدند که در مقام داوری و تحلیل پدیده‌های طبیعی پای خدا رو به میان نمی آوردند، پای ماوراء طبیعت رو به میان نمی آوردند، از نیروهای غیبی استمداد نمی کردن، دعا نمی کردن، نذر نمی کردن، توسل به بزرگان و به مردگان نمی جستن، سحر و جادو رو ترد می کردن، افسانه ها و خرافات رو از ذهن بیرون می ریختن
در مقام زندگانی هم میکوشیدند که زهد رو، ریاضت رو پشت سر بگذارن. سکولاریزم یک بعد مهم عملیش این است که آدمی زاهد نباشد، اهل ریاضت نباشد، اهل ترک دنیا نباشد، بلکه بگوید که به این جهان آمده ام تا از این جهان کام بگیرم، تا درست زندگی بکنم. شبیه اون چه که حافظ میگفت. حافظ به هیچ وجه به این معنا سکولار نبود، یعنی زاهد نبود. ببخشید، سکولار بود یعنی زاهد نبود. میگفت من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. منو از بهشت بیرون کردن، اومدم به این دنیا، ولی این دنیا هم میخوام خوش بگذرونم. من نمیگم منو که حالا بیرون کردن وارد زندان شدن، در حالی که عارفانی و زاهدانی بودن که این جهان رو چون زندان میدیدن و همچون یک زندانی رفتار میکردن. اولین جرقه های سکولاریسم که در مغرب زمین زد جرقه های ضد زهدی بود، یعنی ترک دنیا رو ترک گفتن و زهد رو کنار نهادن و معترض به ریاضت شدن و دنیا رو جدی گرفتن، زندگی در این دنیا رو جدی گرفتن. معنی زندگی یعنی خواه صنعتش، خواه سیاستش و خواه آموزش و پرورشش و خواه سلامت فردی و غیره، همه اینها رو جدی گرفتن. نمی گفتن که چند سباهی اومدیم باری به هر جهت سپری کنیم بریم که جای اصلی ما جای دیگه است. اینا نمی گفتن دیگه، می گفتن جای اصلی ما همینجاست، همین یه بارم زندگی میکنیم و لذا باید کام دل بگیریم از این جهان به تمام معانی کلمه. این جنبه عملی اجرایش بود. جنبه اندیشگیش هم همون بود که براتون گفتم. به این معنا سکولاریسم به صورت یک همت جمعی در مغرب زمین متولد شد. امروز ما سکولاریسم رو برای اینکه بهتر بفهمیم گمان میکنم بهتر است به دو شاخه تقسیم کنیم، تا وقتی که از سکولاریسم سخن میرود در ابهام و تحیر نمانیم. من پارسال در سمینار خیلی مهم و آموزنده در آلمان شرکت داشتم که درباره سکولاریسم بود. یکی از فیلسوفان بسیار مشهور زمانه ما، آقای چارلز تیلر، فیلسوف کانادایی مشهور که در این زمینه بسیار کار کرده، کتاب نوشته، اخیراً هم جایزه بزرگ بنیاد تمپلتون رو برد، جایزه که مقدارش از جایزه نوبل هم بیشتره. ایشان در پایان اون سمینار نکته آموزنده رو گفت. گفت پیشنهاد میکنم که پس از این کلمه سکولار رو دیگه به کار نبریم، چون اونقدر این کلمه ابهام آفریده است که به کار بردن او بیش از اون که به سود باشد به زیان خواهد. الان شما نه تنها در میان ما ایرانیان، بلکه در میان فرنگی‌هایی که اینجا هستن، توی دانشگاه‌ها، استادها، این کلمه رو شما به کار ببرید، ببینید هر کسی یه درکی از اون داره. هر کسی، اینقدر کتاب و مقاله در این باره نوشته میشه به خاطر اینکه چیزی که یه روزی گویا روشن بوده اکنون به شدت تاریک شده و دائما نور افکنی می‌شود تا این تاریکی زایل بشه. و شاید هم پیشنهاد اون فیلسوف پیشنهاد حقی باشه که این کلمه رو از قاموس لغات حذف کنیم و ذهن رو آسوده کنیم و بار سنگین تازه‌ای بر دوش او نگذاریم. حالا بنده که نمیتوانم بر تاریخ و بر فرهنگ فرمان برانم و بگویم این کلمه رو به کار ببرید یا نبرید، اما دست کم میتوانم پیشنهاد کنم که خودمون به هوش باشیم. سکولاریسم دست کم دو شاخه داره و این دو شاخه رو باید از دیگر تمیز. یکی سکولاریسم سیاسی و دیگری سکولاریسم فلسفی. دست کم این دو شاخه رو داره. میتوان با دقت بیشتری شاخه ها یا زیر شاخه های دیگری هم اینجا اضافه کرد که من فعلا بر سر آن نیستم. سکولاریسم سیاسی معناش برای همه ما روشن است، یعنی مکتبی، اندیشه‌ای که میگوید این جهان رو میخواهیم خودمان، خود ما انسان‌ها اداره کنیم و چون میخواهیم خود ما انسان‌ها اداره کنیم به حرف هیچ اتوریته‌ای توجه نمی‌کنیم و
تدبیر این جهان رو خود به دست میگیریم. این معنای همون جدا شدن دین از سیاست است. منتها ریشه کار این است که ما میخواهیم این جهان رو اداره کنیم. ما نه به جهان برتر کاری داریم نه به جهان پس از این جهان. این جهان رو چنان اداره نمی کنیم که در جهان بعد به ما ثواب بدهند. این جهان رو چنان اداره نمی کنیم که در جهان برتر بر رفتار ما صحه بنهند. کاری به اینها نداریم اصلا. این جهان رو چنان اداره می کنیم که گویی همین یک جهان وجود دارد و حاکمانش هم ما هستیم نه کسی دیگری و خرد ما داوری می کند. وقتی که میگوییم که تفکیک دین از سیاست، معنای دقیقش این است و این همون سکولاریسم سیاسی است. اما سکولاریسم فلسفی هم داریم. سکولاریسم فلسفی آن است که شما اساساً به این نتیجه برسید که خدایی نیست، ماوراء طبیعتی نیست، آخرتی نیست، اصلاً همین یک جهان بیش نیست، چیزی است نزدیک به ناتورالیسم، چیزیست نزدیک به ماتریالیسم. در سکولاریسم سیاسی لازم نیست که شما نفی خدا بکنید، کاری به خدا ندارید. لازم نیست که شما نفی آخرت بکنید، کاری به آخرت ندارید. اما در سکولاریسم فلسفی کار دارید، داوری میکنید و داوریتون هم منفیه. یعنی میگویید که اصلا این جهان صاحبی به نام خدا ندارد، دنبالهی به نام آخرت و رستاخیز ندارد. یعنی به طور کلی اون چی که ادیان گفتند حقیقت ندارد و همون که قرآن گفت ما یهلکنا الا الدهر، همین روزگار است و زمانه ما رو می آورد و ما رو می برد و ورای این جهان و این طبیعت موجود دیگری، حقیقت دیگری، راز دیگری نیست. این که ماکس وبر می گفت مدرنیته یعنی دیس انچانتمنت، یعنی افسون زدائی از این عالم، منظورش همین بود. تمام اون چه که تحت عنوان خدا و آخرت و ماوراء طبیعت است افسون یا افسانه نامیده می شود و در مدرنیته این افسانه ها و افسون ها فرو می ریزند، به دور افکنده می شوند و آدمیان از آنها دست می شویند و آنها رو نادیده می گیرند و 100% به عقل خود در اقتصاد، در سیاست و غیره تکیه می کنند و جهان رو می گردانند و با این عقل تجربی دائما خطا میکنن و آزمون میکنن و خطا میکنن و با آزمون و خطا پیش میرون. پس ما سکولاریسم فلسفی داریم، سکولاریسم سیاسی داریم. تا اینجا هم به گمان من این معنا روشن است. حالا چرا در مغرب زمین چیزی پدیده‌ای به نام سکولاریسم رخ داد از قرن 16 تقریبا به این طرف اما در جهان اسلام رخ نداد؟ نه فقط در جهان اسلام، در بقیه جهان، در شرق به طور کلی چنین چیزی رخ نداد. و امروز سکولاریسم در چه احوالی است؟ در همین فرانسه که اکنون نشسته ایم، در ترکیه که الان اخبارش رو میشنوید، در ایران که ما اهل اونجا هستیم و به طور کلی در جهان، سکولاریسم رفته رفته وارد مرحله تازه‌ای از تاریخ خود میشود که خوب است این رو هم بشناسیم، این رو هم بدانیم، برای آینده کشور ما نیکوست و خصوصا فرهیختگان ما، دانش آموختگان ما، زمامداران آینده کشور ما، مدیران آینده باید از این جهت ذهن روشنی داشته باشند. چرا در مغرب زمین، در اروپا سکولاریسم پدید آمد؟ عامل رویش این امر چه بود؟ سخن اول من این است که سکولاریسم در مغرب زمین یک فرزند طبیعی بود و یک تولد طبیعی داشت. غرض من از تولد طبیعی یعنی در رحم تاریخ مغرب زمین این فرزند دوران لازم خود رو طی کرده بود و پس از این که به بلوغ نسبی رسید پا به این جهان گذاشت. به زبان دیگر او رو سزارین نکردن، به زور و به دشواری او رو به این جهان نیاوردن. به دنیا آمدنش، پا به جغرافیای تاریخ نهادنش همراه با خونریزی نبود.
یک طفلی بود که به درجه از بلوغ رسید و به طور طبیعی تولد یافت. چرا؟ دو علت داشت. علت اول عبارت بود از معارضه و مقابله علم و دین. این چیزیست که معمولاً پاره از مورخان اروپا تأکید کافی بر اون نمی کنند و من مایلم که شما به این نکته حتما توجه کنید. نزاع علم و دین نزاع بسیار سرنوشت سازی در تاریخ اروپا بوده است. این نزاع هم نزاعی از سر غرض و مرض و توطئه و خداگریزی نبود، باز یک نزاع بسیار طبیعی بود. رشدی در علوم طبیعی پیدا شد، در زمین شناسی، در بیولوژی، در نجوم و امثال این. اطلاعات تازه‌ای که پدید آمد با درون مایه کتاب مقدس منافات داشت و این منافات رفته رفته رو شد و بالا گرفت به طوری که قابل پنهان کردن نبود. کوپرنیکوس اومد، کپلر آمد، گالیله آمد، نیوتن آمد، بعد از اونها داروین اومد، بوفون آمد و خیلی های دیگه در عرصه های مختلف. پاره از اینها خودشون افراد دیندار و خداپرستی بودن از قضا. گالیله اینطور بود، کوپرنیکوس اصلا سابقه کشیشی و روحانی بودن داشت، کپلر اساسا آدمی بود که از دینداری چند قدم اون طرفتر، آدم خرافاتی بود. تو بعضی از نوشته هاش سخنان نسبتا خرافی شما پیدا میکنید. اما نتیجه کار اینها چیزی بود که هیچ انطباقی با محتوای کتاب مقدس نداشت، مخصوصا در باب حرکت زمین و خورشید و سیارگان و ستارگان که داستانش رو کم و بیش می‌دانید. تا مدتی کلیسا با این اندیشه های تازه مدارا کرد، ولی به هر حال آتش نزاع بالا گرفت و همه صاحبان اندیشه و اهل نظر و اهل کتاب آگاهی یافتند از ماجرا و حرمتی که کلیسا و کتاب مقدس داشت هرگز پس از این نزاع بر جای پیشین خود باز نگشت. یه وقتی کتاب مقدس بود، واقعا برتر از هر چون و چرا بود و واجد حقیقت مطلق بود و در اختیار روحانیان مسیحی و یهودی. یه چیزی شبیه قرآن میان ما مسلمان‌ها و شاید بالاتر از اون، چنین کتاب محترم و مقدسی. علم به طور طبیعی در جامعه مسیحی رویید و کمابیش زیر پای کتاب مقدس رو خالی کرد. البته من این رو بعد اینجا عرض کنم، شاید بعضیا نپسندن، کلیسا با همه دشمنی که با علم ورزید اما به جاده افراط کشیده نشد. بالاخره کلیسا کتاب کوپرنیک رو اجازه انتشار داد. کوپرنیک کتاب گردش اجرام در رولوسیونی بود. این کتاب خب صریحا کتابی بود که صحه بر حرکت زمین میگذاشت و سکون خورشید، در حالی که مطابق کتاب مقدس خورشید میگشت و زمین ساکن بود. کلیسا به هر حال اجازه داد. من در سمیناری شرکت داشتم، یکی از محققین در اونجا میگفت که خودش تحقیق کرده که از 400 نسخه کتاب کوپرنیکوس که چاپ شد در قرن 16 هم 200 نسخهش همین اکنون وجود داره در کتابخانه‌های شخصی و غیر شخصی. اگر تحقیق بیشتری بشه ای بسا از اون 200 نسخه دیگه هم آثاری یافت بشود. این نشان میده که این کتاب جریان خودش رو پیدا کرده و به دست اهلش رسیده، با توجه به اینکه کتاب فوق العاده تکنیکی است و همین امروز هم شما اگر بخواد بخونید، امروز کمتر کسی پیدا میشه جز پاره ای از مورخان متخصص علم که اون کتاب رو بفهمن اصلا، با اون ادبیاتی که داره، با اون ریاضیاتی که داره و غیره.
پاش رو کلیسا خیلی از جاده اعتدال بیرون نگذاشت. این که گفته می شود که گالیله رو کشتن و اعدام، که اینا کم افسانه است. گالیله رو البته حبس کردن، زیر نظر گرفتن، ولی اعدامی کشتنی در کار نبود. و کلیسا چگونه اجازه داد که کتاب گالیله منتشر بشه؟ یه مقدمه بر این کتاب نوشت. یک مقدمه، کار بسیار عاقلانه ای کرد. یه مقدمه بر این کتاب نوشت و اجازه انتشار داد. مقدمه هم لبش به نکته عمدش این بود که اون چه در این کتاب آمده است یک تئوری است، نه حقیقت محض. شما به دیده یک تئوری به این بنگرید و همینو بس. که خب به نظر من خیلی تدبیر نیکو و عاقلانه بود. کتاب منتشر شد، اما این یکی که نبود. بالاخره حرفای گالیله بود و این کشفیات خرد و درشتی که اینجا و اونجا صورت می گرفت. نه، کتاب کوپرنیک رو. بله، اگه اشتباه کردن متشکرم. اکتشافات خرد و درشتی که اینجا و اونجا صورت می گرفت، مجموعاً کتاب مقدس رو از اون اعتبار و منزلت پیشین فرو انداخت. نزاع علم و دین بسیار نزاع مهمی بود. نتیجهش این شد که دین از اقتدار پیشین، از ابهت پیشین و از منزلت پیشین فرو افتاد و از اون پس دیگه اون بازیگری نبود که قبلا بود. ببینید، در عرصه سیاست همیشه قدرت‌ها حضور دارن، قدرت‌ها بازیگرن. اگر چیزی اقتداری داشت، بازیگر عرصه سیاست هم خواهد بود. اگر نداشت که نخواهد بود. دین تا وقتی در سیاست حضور داشت که نیرومند بود، که در چشم مؤمنان اعتبار داشت، در دل اونها جا داشت. وقتی که این ایمان زدوده شد، وقتی که این منزلت کاسته شد، خود به خود از بازیگری این بازیگر نیرومند کاسته شد. کسی نیامد دین رو بیرون کنه، خودش ضعیف شد، مجبور شد کنار بره. این که من میگم این یک زایمان طبیعی بود، منظورم اینه. بازم تکرار میکنم، این نکته ایست که بعد ما به گوش داشته باشیم. عرصه سیاست عرصه بازی قدرتمندان است. اصلا سیاست این تئوری قدرت. عرصه سیاست عرصه بازی قدرتمندان است. هر چه که قدرتی داشته باشه در سیاست به بازی گرفته میشه، برای اینکه نفوذ داره، برای اینکه تأثیر داره. اما اگر بی زور بود، بی جان بود، بی قدرت بود، کسی به بازی نمیگیره، کسی حالشو نمیپرسه، کسی صداش نمیزنه. دین تا وقتی قوی بود اصلا خود به خود در سیاست حاضر بود، لازم نبود که کسی از اون دعوتی بکنه. وقتی هم که ضعیف شد، خود به خود از بازی خارج شد، لازم نبود کسی اون رو اخراج بکنه. دین قوی بود، مسیحیت بسیار قوی بود. قوتش هم یعنی اعتباری که در دل مؤمنان داشت، چیز دیگری نبود. به همین دلیل همه جا حاضر بود، حرفش همه جا شنیده می شد. وقتی که این قدرت از او گرفته شد، البته که از بازی سیاست مثل این که از خیلی بازی دیگه خارج شد. این نکته اول. نکته دوم، سکیزم، شکافی که در مسیحیت افتاد، که در همین حوالی افتاد از نظر تاریخی. یعنی پروتستانتیزم از کنار کاتولیسیزم تولد یافت و مسیحیت دو شاخه شد. البته از قبل داشت دو شاخه بود، یه ارتودکسی بود، اون تا اون شاخه ضعیفی بود. پروتستانتیزم یک حادثه عظیم بود در دل مسیحیت. عللش چی بود، دلایلش چی بود، محتوای پروتستانتیزم چیزی نیست که ما الان به او بخوایم بپردازیم. مهم این بود که از اقتدار کلیسا کاست. مهم این بود که یک جریان بود که درست روبروی کلیسا ایستاد و اساساً روحانیت رو به منزله پدر مورد سوال قرار داد. شما میدونم امروز هم همینطوره دیگه. روحانیان پروتستان فادر نامیده نمیشن، پدر نامیده نمیشن. روحانیت کاتولیک است که فادر نامیده میشه، پدر خوانده میشود. و جناب پاپ هم خب پاپ هست دیگه، اون بابای اعظم است. در حالی که در پروتستانتیزم ما این چیزها رو نداریم و هر کسی هم شد روحانی خود، که کتاب مقدس خودش بخواند و خودش بفهمد.
و هیچ کسی اتوریتهی در فهم کتاب مقدس نداشته باشد. و جناب مارتین لوتر هم اولین کسی بود که کتاب مقدس رو به زبان آلمانی ترجمه کرد برای اینکه خود مردم عادی بتونن این کتاب رو بخونن و محتاج روحانیون نباشند که برایشون تفسیر بکنند. اما آنچه که به لحاظ اجتماعی و تاریخی مهم بود این بود که روحانیت یک ضعف دیگر رو هم تجربه کرد و اون این شکافی بود که در دل روحانیت مسیحی افتاد و جریان پروتستانتیسم که در مقابل دربار پاپ و کاتولیسیسم ایستاد. مجموع این دوتا حادثه کلیسای مسیحی و مسیحیت رو به خونریزی افکند، به ضعفی دچار کرد که کم و بیش از بازی قدرت خارج شد. از بازی قدرت خارج شدن یعنی جدایی دین از حکومت. کسانی اشتباه میکنن، فکر میکنن که کشورهای اروپایی آمدن و قانون اساسی نوشتن و در قانون اساسیشون آوردن که دین باید از سیاست جدا باشه. اصلا اینطور نبود. اینی که در قانون اساسی آمد پس از این حادثه بود، معلول این حادثه بود، نه علت این حادثه. یعنی ابتدا این زایمان، این انفصال در عالم واقع با دلائل عینی واقعی رخ داد، آنگاه صورت قانونی به خودش گرفت و آمدند و بر این واقعه صحه نهادند و گفتند که چنین باید باشد و دیگه دین هم جانی و زوری نداشت که عرض وجود بکنه و بگوید که چرا منو بیرون میکنید از بازی. منی نمانده بود، جانی و حالی نمانده بود و کسی که زوری نداره خود به خود گفتش که مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. اینطوری است دیگه، ضعیف گشت و مرد و در اون حال ضعف و بیجانی ندایی از حلقوم او بر نمی آمد، ندایی که به گوشی برسد، اون هم به گوش قدرتمندان. این انفصال تقریباً به صورت یک زایمان طبیعی رخ داد. یک سکولاریزمی متولد شد. سکولاریزم سیاسی رو من دارم بحث میکنم، سکولاریزم فلسفی الان مورد بحث من نیست. یک سکولاریزمی متولد شد که سکولاریزم اهل مدارا بود، ستیزگر نبود. سکولاریزم بود اهل مدارا. میدونید یعنی چی؟ یعنی مدارای با ضعفا. این سکولاریزم وقتی متولد شد اصلا میدونست که دین دیگه ضعیف بیجونه، دیگه به افتاده که لگد نمیزنن. گفت سعدی افتاده ایست آزاده، کس نیاید به جنگ افتاده. به جنگ افتاده که کسی نمیاد. فرض جامعه شناسان این بود تا همین 30-40 سال پیش که نه فقط مسیحیت، همه ی ادیان رو به ضعف میروند. این سکولاریزیشن تیزس که در جامعه شناسی تا 30-40 سال پیش، حتی تا 20 سال پیش مطرح بود، همین بود دیگه، که سرنوشت مسیحیت سرنوشت همه ادیان است. نه تنها مسیحیت به ضعف و بیجانی و بیحالی افتاد، همه ادیان چنین خواهند شد و چون چنین میشوند این جدایی دین از سیاست خود به خود و به طور طبیعی رو خواهد داد. تاریخ به سمت سکولاریزم سیاسی میرود، سکولاریزم فلسفی البته اونها میگفتن ولی الان در بحث من نیست. تاریخ به سمت سکولاریزم سیاسی می رود. این جدایی ناچار محقق خواهد شد، به ضرور اتفاق خواهد افتاد، چنان که در مسیحیت رخ داد در اسلام هم رخ خواهد داد و اون دین هم چندان بیجان و ضعیف خواهد شد که از سیاست کنار خواهد رفت. حالا شما انسان قدرتمند، حکومت قدرتمند، چند تا دین ضعیف هم در مقابل شما، شما با اینا چه خواهید کرد؟ مدارا میکنید، میگید اینا خطری نیستن برای ما، ضرری نیستن، بگذار باشن، بگذار بازی کنن، بگذار مسجد و کلیساشون برقرار باشه، بگذار روزه و سینه‌زنی هم برقرار باشه، خطری برای قدرت ندارن. مدارای سکولاریستی از اینجا متولد شد. یعنی من میخوام این رو به شما عرض کنم و ادعا کنم و شما اگر تاریخ سکولاریسم رو بگردید حتما تأیید بر این عرض من پیدا خواهید کرد که مدارایی که در سکولاریزم بود به دلیل یک فرضیه دیگر بود و اون فرضیه دیگر این بود که ادیان ضعیف خواهند بود و با ضعفا بهترین کار مداراست. برای اینکه
میدانیم که از طرف اونها خطری متوجه ما نخواهد شد. به همین دلیل مفهوم سکولاریسم سیاسی در بطن خود این رو داشت، ایمپارشیالیتی، بی‌طرفی ایدئولوژیک حکومت. اگر من شخص حاکمم، من نسبت به تمام ادیان بی‌طرفی پیشه میکنم، یعنی همه رو به یک چشم میبینم. برای من فرق نمیکنه که در جامعه ما بهایی باشن، مسیحی باشن، یهودی باشن، مسلمان باشن، زرتشتی باشن، بودایی باشن، هر که باشن، چون میدانم که اینها زمین خورده تاریخن، اینا نهایتاً به زانو در خواهند آمد یا به زانو در آمده اند و از جا بر نخواهند خواست. بگذار به همه اینا به یک چشم نگاه کنیم، بگذار به اینها اجازه بدیم که برای خودشون خوش باشند، بازی کنند. زمام تاریخ سررشته امر در دست ماست و اونها قدرتی نیستند که در مقابل ما عرض اندام کنند. سکولاریسم به این معنا هم به معنای جدایی دین از سیاست شد یا دین از حکومت، و هم به معنای بی‌طرفی پیشه کردن نسبت به ادیان مختلف. و همین سبب بود که گفتند که چنان که شما در کشورهای اروپایی می‌بینید، باشه مسلمان ها باشن، یهودی ها باشن، مسیحی ها باشن، همه با هم زندگی بکنن. آقای کالین پاول وقتی که وزیر خارجه آمریکا بود، در یکی از سخنرانی‌هاش که من می‌شنیدم با کمال افتخار میگفت شما الان تو آمریکا بگردید، در کنار کلیسا مسجد می‌بینید، اون طرف سیناگوگ می‌بینید، یعنی معبد یهودیان، اونها و اینا همه همزیستی مسالمت‌آمیز با یکدیگر دارن و کسی به کسی کاری نداره، یه طرف مدرسه مسیحی‌هاست، یک طرف مدرسه مسلمان‌هاست و غیره و غیره. البته افتخار هم داره، البته شرایط بسیار نیکویی است، فوق‌العاده فضای انسانی است، ما هیچ انکار هم نمی‌کنیم. من عرضم این است که شما ریشه های امر رو ببینید. اما سکولاریسم رفته رفته وارد یک دوره دیگری می‌شود که من اون رو دوره سکولاریسم ستیزه‌گر، سکولاریسم میلیتانت، سکولاریسمی که کم کم مدارای خود رو از دست داده، سکولاریزمی که رفته رفته به همه ادیان به یک چشم نگاه نمی کنن، سکولاریزمی که اون ظرفیت و اون هاضمه قوی رو که داشت داره می فروشن و گویی که تسلیم دشمنان سکولاریزم می شود. و به این ترتیب ما دوران تازه‌ای رو بعد در تاریخ دین، تاریخ سیاست ببینیم و پیشبینی کنیم. چنین چیزی در شرف اتفاق افتادن است. نمونه هاش رو لازم نیست من ذکر کنم. یکیش در همه فرانسه شما قصه حجاب دختران رو دیدید. خیلی ها از این مسئله همین گونه یاد کردن که گویی سکولاریسم یا لائیسیسم فرانسه لائیسیسم بی‌طرفی نیست و نسبت به پاره ای از رفتارهای دینی طرفگیری میکنه و نسبت به بعضی های دیگه نه و همه رو گویی که به یک چشم نگاه نمیکنه. در انگلستان تونی بلر سخنرانی کرد، من خودم میشنیدم و به صراحت گفت کسانی که ارزش های ما رو قبول ندارن این مملکت رو ترک بکنن، ترک بکنن، نمیخوان نمانند، اما اگر میمانند ما ارزش هایی داریم که باید اون ارزش ها به رسمیت شناخته شوند و محترم دانسته شوند. ترکیه از این جهت حسابش و تکلیفش روشنتر از همه جاست. رسما از اینکه یک مسلمان رئیس جمهور بشود ابا دارند. کسانی به نام سکولاریسم اعتراض میکنند و به خیابان میآیند و مخالفت میورزند و حتی حاضرند که اگر بشود در قانون انتخابات و غیره هم دست ببرند تا این کار رو ناممکن بسازند. و میدیا، رسانه‌های غربی هم بر این آتش هیزم میریزند و این بسیار جالبه. من تلویزیون رو که نگاه میکردم، بی بی سی و غیره رو، همین حوادث و ماجراهای ترکیه رو که نشون میداد، میگفت بله اینجا
دو دسته هستن، یک دسته که طرفدار حکومت دینی هن و یک دسته هم که طرفدار سکولاریزم هن و ارزش‌های تمدنی. و بعد ارزش‌های تمدنی رو، یعنی مثلا کنار دریا رفتن، یعنی بی حجاب بودن، یعنی عریان گشتن و امثال اینها نشون میداد که هم درک غلط از تمدن اروپایی است، هم آموزش غلط دادن به غیر اروپایی ها. به هر حال سکولاریسم ترکیه خیلی آشکارا سکولاریسم میلیتانتی است، یعنی عدم مدارای خودش رو داره نشون میده. خب این سکولاریسم میلیتانت چرا سکولاریسم میلیتانت نامیده میشه؟ چرا ستیزگر شده و چرا ستیزگر نام نیکویی است و مناسبی است که باید بر اون نهاد؟ سکولاریسمی که مفتخر به مدارا بود، سکولاریسمی که مفتخر به ظرفیت بزرگ هاضمه بود، سکولاریسمی که مفتخر به بی‌طرفی بود، چرا این چنین شده؟ بی‌طرفی رو کنار گذاشته، مدارا رو کنار گذاشته، به شکل دیگری عمل میکنه. به نظر من چند تا علت داره، این علت‌ها رو هم باید شناخت. وقتی که بشناسیم قصه برای ما روشن‌تر میشه. اولش این است که یکی از تزهایی که پشت سر سکولاریسم بود باطل شده است. من براتون گفتم که سکولاریسم در واقع یه معنا داره و یک پیشبینی تاریخی با هم. معناش جدایی دین از سیاسته، پیشبینی تاریخیش هم این است که دینها رفته رفته ضعیف می شوند و لذا سکولاریسم هر روز میسرتر و آسانتر می شوند. باز تکرار میکنم، دین ضعیف به بازی گرفته نمیشود، به حساب نمیاد، قدرتی نیست، لذا غم او رو هم نباید خورد. خب این تز باطل از آب در آمده و این چیزیست که شما در این 20 سال اخیر از جامعه شناسان بزرگ میشنوید. تز سکولاریسم و سکولاریزیشن یعنی اینکه ادیان رو به ضعف میرون اتفاقا غلط از آب در آمده است. ادیان دارن قوت میگیرن، چراییش حالا بماند، ولی این اتفاق داره میفته. در جامعه شناسی تا مدتی تحت عنوان امریکن اکسپشنالیسم، استثناء بودن آمریکا سخن میرن. خب در آمریکا واقعا دیانت قوی است، ولی امریکن اکسپشنالیسم الان به یورپین اکسپشنالیسم و همه اینها هم کشیده. یعنی اگر شما بگید اینم استثناست اونم استثنا، دیگه از قاعده چیزی باقی نمیمونه. تقریبا همه جا داره این اتفاق میفته و این در مسیحیت داره این اتفاق میفته، در یهودیت اتفاق میفته، در اسلام، حالا هر کدوم به شکلی. ولی این مطلب جالبی است که کسانی مثل پیتر برگر که اصلا طرفداران تز سکولاریسم بودن، آقای کازانووا، اینا بزرگان این نظریات هستن، اینا همشون برگشتن و به صراحت دارن اعلام میکنن که سکولاریسم سرنوشت تاریخ نیست و اون بارانداز محتوم تاریخ نیست، اون که ما ناچار به اون طرف عبور کنیم. شبیه اونچه که در مارکسیسم توی وقتی میگفتن سوسیالیسم سرنوشت محتوم تاریخ است، که معلوم شد که لزوماً این چنین نیست. خب وقتی این تز غلط از آب در بیاد نتایجی داره دیگه. مدارایی که سکولاریسم توصیه میکرد و عمل میکرد مدارایی بود با ادیان ضعیف، ادیان بی جان. اما اگه ادیان یکیشون خیلی جون بگیره معلوم نیست که باش مدارا بکنن، معلوم نیست که دیگه اصلا سکولاریسم بتونه او رو در خودش جا بده. این ایراد به لیبرالیسم و به سکولاریسم با هم وارده. سکولاریسم حازمش برای بلعیدن ادیان ضعیف قوی بود، اما دین قوی رو و فربه رو نمیتونه دیگه ببله، از گلوش بالا پایین نمیره. تصور اونها، پیشبینی اونها این بود که مثل مسیحیت تو سری خورده اسلام هم میشه، همینطور میشود، یهودیت هم میتونه شود و ادیان دیگه. علی ظاهر این اتفاق نیفتاده. برای اینکه چرا نیفتاده مطالعات خیلی زیادی داره صورت میگیره. شما به این القاعده و اینا که حضرات خیلی به او تکیه میکنن نظر نکنید. من اولا اون که یه چیز هر همه گیر نیست، یک استثنای بسیار کوچکیست توی تاریخ اسلام و تاریخ دین به طور کلی. به علاوه به گمان من یه فاز خشن از این اظهار اندام کردن دین است که این فاز قطعا گذراست و سپری خواهد شد و روی ناسیه او، پیشانی او نوشته است که ماندگار نخواهد ماند. اما اون چه که هست همین
پیشرفتی است که در اظهار وجود دین پدید آمده. حالا اینکه چرا دین اظهار وجود میکنه، آقای فرض کنه فلان جامعه شناس آمریکایی میگه برای اینکه بحران هویت پدید آمده، اون دیگر اینکه بحران معنویت پدید آمد. حالا من کاری ندارم، بالاخره عللی داره هر حادثه‌ای که پیش میاد دیگه. این علل هر چه که باشه معلول اینه فعلا، یعنی نتیجه این است که این ادیان به هر حال رو اومدن. الان شما نگاه کنید، آمریکا حمله کرد به دو تا کشور، به افغانستان و به عراق. هر دو تا کشور قانون اساسی که نوشتن گفتن که ما احکاممون رو از شرع باید بگیریم. چیزی که در مخیله آمریکایی ها نمی گنجید، یعنی سکولاریزم صدامی تبدیل شده به آنتی سکولاریزم موجود در عراق. در افغانستان هم همینطور، توی قانون اساسی رسما آوردن که باید احکام مخالفت با شرع نداشته باشه. یعنی اینا در واقع توی قانون اساسی گنجوندن که ما به راه سکولاریزم نمیخوایم بریم. در خیلی از جاهای دیگه هم همینطوره. نوبت دومی که آقای بوش رأی آورد در آمریکا صرفا به خاطر این بودش که بعضیا فکر میکنه خیلی آدم متدینیه و با خداست، خلاصه با خدا معامله کردن، بهشون رأی دادن. و این قصه جاهای دیگه هم میتونه اتفاق بیفته. ماینوریتیا یعنی اقلیت‌های دینی، مثلا اقلیت‌های مسلمان، از این جهت به نظر من احساس هویت خیلی قوی‌تری دارن میکنن. و همین رفتارهایی که در این کشورها با مسئله حجاب شد، خب حجاب رو بدل به این مسئله هویتی کرد. قبلا این مسئله شرعی بود، یه کسی مسلمانی همطور که فکر میکرد وظیفه‌شه که روزه بگیره، فکر میکرد وظیفه‌شه این که حجاب هم داشته باشه، کاری هم به کسی نداشت، ادعایی هم نمیکرد، تظاهری هم نبود، عمل به وظیفه خودش میکرد. اما وقتی که این گفتگوهایی که در اینجا اون هم از موضع سکولاریستی صورت گرفت، که من متاسفانه شنیدم که از دوستان نامدار مسلمان ما هم در اون بحث‌ها شرکت داشته با دولت فرانسه، بالاخره نتیجتاً چنین اتفاقی افتاد، بدل به یه مسئله هویتی شد. و دین همیشه دو جنبه داره، جنبه هویت، جنبه حقیقت. این حقیقت بدل به هویت شد و این باعث می شود که قدرت تازه‌ای به خودش بگیره. در هلند خب من که اونجا هستم می بینم این اتفاقهایی که داره می افته و متاسفانه نتایج خوبی هم نداره. تحریکاتی که رسانه ها می کنن علی رغم هشدارهایی که افراد عاقل به حکومت ها می دن، ولی مجموع اینها داره نشون میده و عموم بزرگان این فن هم دارن تصدیق و اعتراف میکنن که یه بازگشت مذهبی داره صورت میگیره، یا دست کم اون تز سکولاریزم باطله. نکته دوم، در کشورهای اسلامی، یعنی مثلا در ترکیه، دین قویه. ببینید سکولاریزم رو از بالا نمیشه تحمیل کرد. من خدمت شما گفتم سکولاریزم یک زایمان طبیعی داشت در اروپا. دین ضعیف شد، از بازی سیاست خارج شد. شما در کشوری که مسلمانهاش مسلمانن، واقعا از ایران بیشتر مسجد رو داره ترکیه. نمیدونم شما مدتی در ترکیه بودید یا نه. من بار اولی که نزدیک 30 سال پیش ترکیه رفته بودم، اصلا تعجب میکردم. عصر بود، رفتم نمازم رو بخونم در یکی از مساجد، به قدری این مسجد پر بود، امام جماعت هم نداشت. چی؟ من تصور کردم یه خبریه، یه چیزی است، لابد مجلسی است، چیزی اتفاقی. دیدم نه، هیچ اینا نیست، مردم عادی اومدن نمازشون رو بخونن برن، نه به کسی جایزه میدادن نه پاداش بود، هیچ خبری نبود. و من همون موقع از ترکیه برگشتم به دوستان خودم گفتم من مطمئنم تو این ترکیه که اتفاقی خواهد افتاد، برای اینکه ایمان دینی به صورت بسیار طبیعی و خودجوش تو دل این افراده. در ترکیه به کسی به خاطر مسلمان بودن پاداش نمیدن، برخلاف ایران که شما دو دفعه تظاهر به نماز و این و اون بکنید حتی تو ارتقاء دانشگاهیتون تأثیر داره. این خبرها نیست. و حتی ممکنه محرومیتی هم پیدا بکنید در ترکیه بابت اینها، ولی یک چنین هجومی به سوی مسجد در نماز جمعه ها و غیره، خب نشون میده این دین زنده است دیگه. مگه زنده بودن شاخودم داره؟ بعد جایی که دین قویه حتما یه پای قدرته، حتما یه پای سیاسته. شما نمیتونه نادیده بگیرید. وقت در یه چنین جایی شما بیاید دم از سکولاریسم بزنید، فقط میتونید از سکولاریسم ستیزه‌گر دم بزنید. یعنی سکولاریسم تو اومده دعوا کنه، نیامده مدارا بکنه.
جایی شما میتونید اون مدارا رو به پیش ببرید که طرف مقابل حظی و محلی از اعراب نداره، اما وقتی که قویست به فرضم بخواد جامعه رو سکولار کنید، حکومت سکولار کنید، فقط با نزاع و جدال خواهد شد، با زور گفتن و با تحمیل کردن، یعنی با ستیزه، همون میشه سکولاریسم ستیزه گر. الان تو کشورهای اروپایی و جاهای دیگه که گروه های دینی و مسلمان به تدریج قدرتی پیدا میکنن، به تدریج هویت خودشون رو میخوان ابراز بکنن، یعنی حکومت های اروپایی خودشون رو با اقلیت های نیرومند روبرو میبینن، کم کم مدارای خودشون رو دارن از دست میدن و سکولاریزم مداراگرشون بدل به سکولاریزم ستیزگر میشود، که از این طریق تقریبا دیگه فرقی با ادیان نمی کنن. یعنی سکولاریزم که قرار بود هاضمه ای برای جذب همه ادیان داشته باشه، خودش بدل به یه دینی میشه که بعضی چیزهای دیگر رو طرد میکنه. خب ایرادی که به ادیان گرفته میشد قبل از سکولاریزم چی بود؟ این بود که وقتی یک حکومت اسلامی هست، مثلا با یهودیا خوب تا نمیکنه، با فرض کنید مسیحیا خوب تا نمیکنه، به فرض اینا رو به یه چشم نمیبینه، حقوق ویژه‌ای به مسلمان ها میده که به اونا نمیده. خب اگر رفته رفته خود سکولاریزم هم همین کار کرد، رفته رفته با غیر سکولارا خوب تا نکرد، رفته رفته پاره از امتیازات رو به اونا نداد، خب ما برگشتیم سر جای اول، چیزی که از اون میگریختیم دوباره در دامنش افتاده. و این گریز و این روبرو شدن با حریفان مقتدر ما رو به ستیزگری واداشته است، یعنی سکولارها رو. بنده تاریخ آینده سکولاریزم رو و آینده لیبرالیزم رو تاریخ یک رشته نزاع‌های جدی می‌بینم و معتقدم که نه لیبرالیزم نه سکولاریزم به این صورتی که اکنون هستند وجود نخواهند داشت. اما و هزار اما، به هیچ وجه بنده نمیخوام از این سخنان چنین نتیجه بگیرم که پس برویم به طرف عدم مدارا. مدارا یک ارزش، یک فضیلت بزرگ انسانی است. لازم هم نیست که ما این رو از بیگانگان بیاموزیم. حافظ شاعر بزرگ ما میگفت که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مدارا یک فضیلت بزرگ انسانی است. با دوستان که خب مدارا، با دشمن مهمه که آدم مدارا بکنه. اما مطلب این است، ما باید تئوری پردازی کنیم، غرب هم باید تئوری پردازی کند که با مقتدران چگونه میتوان مدارا کرد. تئوری پردازی تا امروز مدارای با ناتوانها بود، از این به بعد باید تئوری پردازی کرد که با توانایان چگونه میتوان مدارا کرد. این چالش بزرگتری است که تمدن امروزی با او روبروست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون. با تشکر از آقای دکتر سروش که صحبت خودشون رو در رابطه با موضوع مطرح شده اشاره فرمودن. در خدمت خانم‌ها و آقایان هستیم که به نوبت یک اعلامی بکنم. من یک ثبت نام هر کدوم ماکسیموم 3 دقیقه فرصت دارم که نظرشون و یا سوالشون، نه لزوما سوال، ممکنه کسی نظری داشته باشه، مطرح کنن و بعد از این نظرات آقای دکتر هم پاسخ خودشون و نظرشون رو بفرمایید. پس کسایی که اسم کوچیکتون هم بفرمایید. آقای سرکار دیگه. خب دیگه خانم
خب فعلا هفت نفر ما ثبت نام کردیم برسیم و بعد نفرات بعد فکر کنم دونه دونه مطرح بکنم شما دونه تعمیر اینجوری بهتر بشه. آقا صفحه بودم با تشکر از استاد ترجمان من دو تا سوال بزنم. یکی در مورد تقسیم‌بندی شما در مورد جهان بود که از جهان امروز و جهان برتر و جهان دیگر صحبت شد. من متوجه شدم جهان دیگر و برتر شد فرق می‌کنه، یعنی برتر رو می‌تونم حد بزنم ولی بین این دو تا که جهان دیگر رو منظور از جهان دیگر چیه؟ این دوستان که خیلی مایل بودم بحثتون به سکولاریسم فلسفی هم میرسیم چون سیاسی رو من کاملا متوجه شدم و جلسه دیگه ان شاء الله جلسه دیگه اگر شد اشاره کشی من میگم خیلی از سوالات بود. من شخص من بیشتر سکولاریسم فلسفی و به نتیجه میرسم اگه ممکنه وقتی بدونم یه اشاره هم بدونم. پاسخ من کوتاه، جهان برتر همطور که عرض کردم یعنی جهان سوپرنچرال، جهانی که ما فوق طبیعت است، ما وراء طبیعت است. اینجا طبیعت جهان زیرین به او میگوییم به اصطلاح فلسفی و یک ما وراء طبیعت داریم که به او جهان زبرین میگوییم. در سکولاریزم نه این جهان منظور نظر قرار میگیره و نه جهان دیگر که یعنی جهان پس از مرگ که بنابر تعلیمات ادیان دنباله زندگی ما در این جهان است. هیچ یک از اینها. شما نگاه کنید الان در یک حکومت دینی، مثلا حکومت دینی که در ایران هست، چرا سکولار نیست؟ به دلیلی که اولا میگوید که اون چه که ما میگوییم و از مردم میخواهیم خدا خواسته، خدا حکم کرده، طور نیست؟ یعنی با جهان برتر اینا ارتباط برقرار میکنه. پیامبر گفته، پیامبرم از خداوند شنیده و وحی آورده و به ما فرمان داده و ما هم تابع فرمان پیامبر و خداییم. پس یک ارتباط با جهان برتر، یعنی فوق ما، بالا سر ما. یکی هم ارتباط به جهان بعد از این، میگه پاره از کارا اگر شما بکنید دنیای بعد پس از مرگ شما را عذاب میکنن. اگر شراب بخورید، اگر زنا بکنید، اگر حرام بخورید، اگر چنین اگر چنان، اینا باعث میشه که در جهان بعد شما دچار عقوبت بشید. نه فقط شما، منی که حاکمم اگر جلوی شما رو نگیرم من هم دچار عقوبت خواهم شد، گریبان من رو هم خواهم گرفت، از منم مؤاخذه خواهم کرد. پس ببینید این حکومت در واقع به دو تا دنیا آویزونه، یکی دنیای بالا سر ما که دنیای خداوند و فرشتگان و پیامبران و غیره باشه، که دنیای پس از این جهانه و از یه جا میگیره و برای اونجا کار میکنه. اما یک حکومت سکولار هیچ کدوم اینا براش مطرح نیست، نه از بالا میگیره و نه ناظر به پس از مرگ. همین دنیای کنونی است که میبینه، البته معناش نیستش که همین امروز رو میبینه، نه، برنامه ریزی برای 10 سال و 50 سال و شاید هم 500 سال دیگه تاریخ و اینا بکنه. اما همین دنیا، همین طبیعت، معنا منظور من این بود و معنای روشنی است. مهمترین چیزی که خصوصا در سکولاریسم فراموش میشه مفهوم آخرته. حتی خدا اونقدرها مورد انکار یا فراموشی قرار نمیگیره، ولی آخرت، جهان پس از مرگ، سعادت اخروی، پاداش و کیفر اخروی و امثال اینها پاک مورد یا فراموشی است یا انکار. اما در باب سکولاریسم فلسفی، بله، حالا وعده ما تا ببینیم کی وفا میشه. آن کمال تجربه شما از چارچوب سکولاریسم سیاسی، از گرایش مردم فرانسه به مذهب اهل سنت چه نمیدونم اطلاع داری یا خیر، چون 50,000 نفر از مردم فرانسه به مذهب اهل سنت گرایش پیدا میکنه و به طریق دین اسلام و حسن از بچه های ایرانی که روی بود سنت همچه را سوال برای کار بکنه روی بود. سوال که من دارم در قالب سیاسی سیاسیتون بخشش از این سیاسیتون فلسفی میخوره که ما محدود بشه به همین قسمت شما،
البته این اطلاع رو نداشتم که 50,000 نفر به مذهب اهل سنت گرایش پیدا میکنن، ولی همطور که خودتون گفتید اینو میتونیم کلی‌تر بگیم به اسلام گرایش پیدا میکنن، چون برای اکثریت مردم فرانسه کلن مسیحی ها اروپایی ها شیعه خیلی شناخته شده نیست، لذا وقتی که مسلمان میشن یعنی سنی میشن. حتی من به شما بگم یه موردی برای خود من پیش آمد، من به اسپانیا دعوتی داشتم، یونسکو دعوت کرده بود در سمیناری، در فرودگاه که پیاده شدم و راهنمایی آمده بود به فرودگاه که منو بفرسته به هتلی که سمینار اونجا برگزار میشد، همین که من خودمو گذاشتم پایین، من اون راهنما رو مطلقا نمیشناختم، من ندیده بودم، به من گفت که شما رو خدا فرستاده. این گذشت، ما هم رفتیم هتلمون و اینا، بعد از دو سه روز یک دوستی رو فرستاد پیش من که میخواد مسلمان بشه این جوان. البته علتش هم این بود که یه دختر خانم الجزایری بود که در فرانسه معوا داشت و این آقا خواستار اون دختر بود و پدر مادر اون دخترم از او خواسته بودن که مسلمان بشه. متا این جوان البته نمیخواست مسلمان بیخبری باشه، اطلاعات زیادی میخواست و تحقیق میکرد. به حال با من گفتگوهای کرد، ولی میدونید من شیعه به او چی گفتم؟ گفتم تو نمیخوای شیعه بشی، تو برو همون مسلمان سنی بشو، ولی اینکه تو بعداً به شیعیان دسترسی نداری. اما الان توی فرانسه شیخ اهل سنت هست، مساجدشون هست، خانم خودت سنیه، چرا باید با هم دیگه تفاوت داشته باشی؟ یعنی میخوام بگم که حتی مسلمان سنی شده اینا یه وقتا به تشویق خود شیعیان هم بستگی داره. اما از این که بگذریم، طبیعیست، بله طبیعیست که اینجا کسی مسلمان میشه سنی بشه، اما این که چرا مسلمان میشن، خب بله این یه پدیده جهانیه، یعنی fastest growing religion in the world، چیزی که میگن دینی که الان بیش از هر دین دیگری رشد داره دین اسلام. من یه دختر خانم مسلمان ایرانی رو در آمریکا میشناختم که موفق بود، دندان پزشک خوبی بوده، ایشان نمیدونم حالا به چه سبب چطور شد رفت مسیحی شد. بعد از اینکه مسیحی شد باز یه بار با هم گفتگو میکردیم و به من همینو گفت، گفت من میدونم به اینجا تو آموزش هایی بود که کلیسا به او داده بود، گفت من میدونم که اسلام الان دینیست که بیش از هر دین دیگری در جهان رشد داره، یعنی گرویدن به اسلام از هر دین دیگری بیشتره، ولی این علامت این است که شیطان دستش قویست و در گمراه کردن مردم اینطور چالاک است. حالا اگه یه تفسیرش هم اینه که شیطان خیلی دستش قویست، مردم دارن گر رو بر مسلمون میشن، اینجوری هم میتونید فکر کنید، لعنت بر شیطان. باشه من خیلی مختصر میگم. ببینید اولا به لحاظ تاریخی اینطوری بود، کتاب
اسلیپ واکرز، یعنی به فارسی که خوابگردها، که به فارسی هم ترجمه شده، مال آقای آرتور کوستلر، اون رو ملاحظه بکنید. با اینکه نویسندهش مورخ علم نیست، اما این کتابش از قضا کتاب خوبی در تاریخ علم آمده. ایشان تحقیق خوبی کرده روی همین سه مؤلفی که اینجا نام بردیم، یعنی گالیله و کپلر و کوپرنیک. و خلاصه حرفش اینه که گالیله خودش یه آدم ماجراجویی بود و یه کمی اهل نزاع و درگیری بود و کلیسا رو تا حدودی به سر لج انداخت، و گرچه که زیان زیادم ندید، اما خب به هر حال ماجرای او یک داستانی شد در طول تاریخ و نشانه‌ای شد از عصر ظلمت به اصطلاح. کلیسا عاقل بود به نظر من، و این خیلی مهمه آقا. یه وقتا افرادی پیدا میشن در دستگاه‌های دینی و روحانی که با عقلانیت تمام عمل میکنن، یعنی این چنین نیستش که تا مطلبی رو دیدن که فیلم مثل به نظرشون غیر دینی یا ضد دینی اومد، عکس العمل های خشن نشون بدن. در خود مراجع دینی اسلامی هم همینطوره. ببینید ما کسانی رو داریم، خدا بیامرزد، آقای مشکینی که همین دو سه روز پیش مرد، یادتونه دیگه، بر آقای آقا جری که پارسال اینجا بود، از ایشون همین که دو تا کلمه حرف زد در دانشگاه همدان، این آقای مشکینی تو نماز جمعه قوم گفت ایشون باید اعدام بشه، به همین راحتی. اما مرحوم عاشق عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه علمی قمه و مرجعی بود خیلی هم بالاتر از آقای مشکینی، ایشان در زمانشون کسی کتابی نوشت و در کتاب آورده بود این شعر رو که جار زدن جارچی مسخره از دنیا مزرعه الاخره. میدونید این سخن منصوب به پیامبر است و اتفاقا چه سخن حکیمانه هم است که دنیا مزرعه آخرت، این آدم اینجا میکاره اونجا محصول برمیده. این شاعر گفته بود جار زدن جارچی مسخره از دنیا مزرعه الاخره، یعنی کلامی رو توی پیامبر نسبت داده میشه، او رو یک جارچی مسخره خونده بود. این سخن رو بردن پیش آقای عاشق عبدالکریم حائری که آقا یه چنین کافری پیدا شده، یه چنین حرفی هم زده. ایشون با کمال عقلانیت گفت نه، شاید منظورش این نبوده، شاید تصور این از گوینده این کلام کسی دیگری بوده، شاید فکر میکرده این یکی دیگه گفته، مثلا بو علی سینا گفته. به هر حال قصه رو تمام کرد. در کلمات از امیرالمؤمنین منقوله که ایشون میگفتن ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمضیت ثمت قلت لا یعنینی، من از کنار کسی میگذشتم دیدم داره به من فحش میده، گفتم حالا علی نام که زیاده، شاید یه علی دیگر میگه، منو نمیگه، تمام شد. اما میشدم دست یه به اخه بشه، میشد یک جنجال به پا بکنه. کلیسا هم اون موقع توش آدم های عاقلی بودن. اون کسی که مقدمه نوشته به کتاب کوپرنیک، اسقف بلارمین، شما اون مقدمه رو بخونید، آدم خیلی فهمیده ایه، آدم خیلی فهمیده ایه، پاپ هم نبود، او یکی از اطرافیان بود. اینا ادوایزرها بودن، اینا مشاورها بودن، خب اینا به او ادوایز دادن که اینطوری بعد برخورد کرد. حالا این که میفرمایید هرمنوتیکی بوده، آره اتفاقا همین هم هست، چون تو اون مقدمه این نکته به صراحت آمده که کار کوپرنیک یک تئوریه، ما در حد یه فرضیه به اون نگاه میکنیم، با این فرضیه هم هیچ مشکلی نداره، فرضیه است. اما اگر روزی قطعا ثابت شود که تئوری کوپرنیک تئوری نیست و یک حقیقت و یک فکت علمی یقینی است، آنگاه ما، یعنی کلیسا، اعلام خواهد کرد که ما فقراتی از کتاب مقدس را تا کنون درست نمی فهمیده ایم. یعنی دقیقا تا به عرصه فهم و تفسیر و هرمنوتیک آورد، گفت ما پاره های از کتاب مقدس را تا کنون اینجوری می فهمیدیم و هم استراحت که زمین استاده خورشید دورش می گرده. آقای کوپرنیک داره خلاف این رو می گه، ما می گیم فرضیه است، اما اگه فردا قطعا اثبات شد، ما دیگه در نمی پیچیم با اون امر اثبات شده علمی. چی میگیم؟ میگیم لابد معنی این کلمات یه چیز دیگه ای بوده، فهممون رو باید عوض بکنیم. خب بله دیگه، جنبه هرمنوتیکی داشت به تعبیرشون.
حالت سومی هم که شما درمانش صحبت هم فرمیدید این که انگاهای جهان برای نگیرید انگاهای مسجد تجاری من رو تکرانی کنید سیاسی و دین یکی باشه من مدینم یه شاهد کردم از فرمی شده حضرت رسول اکرم که فرمیدن اون جمعه مردمشون کل ما مجموعه شهر شده اول و آخر ببینیم که متوجه به همون تحلیلی که شما فرمودید از سکولاریسم سیاسی استنتاج کنیم که انتهای دین یا انتهای مسیر دین و سکولاریسم یکی خواهد بود. ببینید من اهل پیشبینی در تاریخ نیستم واقعا و نمیدونم. به نظر من همه کسانی که پیشبینی در تاریخ میکنن یک خطاهای بزرگ و فاحش علمی مرتکب میشن، لذا این رو از من نخواهید که من بگویم که بعدن چه خواهد شد. من نمیدونم چه خواهد شد. خب فرض که دیگه حالا نمیدونم این فرضیات چقدر به درد میخوره. من نمیدونم، ما مسلمانیم، ما میگیم، من کاملا حدس میزنم ممکنه یه پیغمبری دیگه مثلا بیاد خیلی قوی تر از پیغمبر اسلام مثلا دنیا رو بگیره. بله اینا همش امکان داره. ببینید یعنی تاریخ گشوده است آیندهش. معنی این که پیغمبر دیگه بیاد این نیست که مسلمان ها زیر بار اون پیغمبر برن، معنیش این که اتفاق ممکنه بیفته در طول تاریخ. این که وظیفه ما چیه ما نمیدونیم. من میخوام اینو عرض بکنم که من اصلا نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد و ما چه تصوری میتونیم به اون داده هایی که اکنون در اختیار ماست، ما در حدود این داده ها باید فقط فکر بکنیم دیگه، چیزی بیشتر از این که نمیتونیم بگیم. این داده ها به ما میگوید که ظاهرا دین خیلی سخت جانه و اون تصوری که کسانی میکردن که با چند تا شبهه علمی و فلسفی کول پشتیشو ورداره و بره، گویا اینطوری نشده و موندگار شده، خصوصا که ما الان تو دوران پست مدرنیزم. ببین دوران پست مدرنیزم خیلی دوران جالبیه. در واقع این پست مدرنا بدون اینکه خودشون بخوان دارن اعتبار به دین میدن دیگه. ببین اینا علم رو اینقدر ضعیف کردن، آقای تامس کون و دیگران اینا اومدن میگن این علم هم یه ایدئولوژی مثل دین. همونطوری که در عرصه دین نمیشه دلیل آورد، در عرصه علم هم نمیشه دلیل آورد. بیشتر اینا با پیش‌فرض‌های شما بستگی داره. خب وقتی اینطوری شد دین خیلی میاد جلو، خیلی قوی‌تر از قبل میتونه عرض وجود بکنه. علم پوزیتیویستی بود که دین رو خیلی میکوبید، برای اینکه میگه من تنها معرفت معتبرم، بقیه معرفت‌ها اعتبار ندارن. خب اینا شاخ به شاخ میشدن. اما الان اصلا این دایکوتومیا، این دو شاخگی ها، این که این طرف علم، اون طرف دین، این طرف خرافه است، اون طرف غیر خرافه است، این طرف عقلانیت، اون طرف عدم عقلانیت، میدونید اینا خیلی صاف شده، خیلی این فاصله ها برداشته شده، اینا خیلی در هم رفتن. به این دلیل که من تصورم این استش که آینده ما با یک دینداری قدرتمندی رو به رو خواهیم شد و لذا سکولارها، لیبرالها اینا فکر رو باید بکنن، در عین اینکه مدارا رو باید حفظ بکنن. حالا من منتظر نظر شما در باب مدارا هستم. چی همگران؟ چیا؟ سکولاریزم اسلامی یعنی چی؟ نه لزوماً اینطور نیست، من این رو نمیتونم بگم، ولی چنین حتمیتی رو من در ناصیه تاریخ نمیبینم. بله من کاملا محتمل میبینم که دوباره حکومت‌های دینی رو بیان. بذارید من این رو به شما بگم، من اخیرا در اتریش در یک کارگاه فکری شرکت داشتم. کارگاه فکری خیلی مهمی بود، حقیقتا سیاستمدارای بزرگ جهان، اونایی که البته الان دیگه در سیاست نیستن، مثل آقای هلموت شمیت و مثل خیلی های دیگه، اونجا شرکت داشتن و همچنین ارباب ادیان. منم در واقع به منزله کارشناس تشیع اونجا حضور داشتم. بعد آقای هلموت شمیت علی‌رغم سن بالاش 88 سالش به سخنرانی بلندی 90 دقیقه 100 دقیقه کرد، خیلی سخنرانی پر مایه هم بود. یکی از نکته هایی که ایشون گفت همین، گفت جهان حکومت های دینی رو باید به رسمیت بشناسه. یه خیلی حرف مهمیه، یعنی هلموت شمیت تقریبا داره اینو میفهمه که یه اتفاق تازه تو تاریخ داره میفته
و با زور و خنجر و شمشیر هم جلوش نمیشه ایستاد، باید یه راه معقولی رو در پیش گرفت. البته معنای حرفی نیستش که ما تسلیم امثال طالبان بشیم، حرف این چیزا نیست، چون دینداری هم خودش چند جوره، چند سطحه، همه اینا هست و مدارای دینی خودش یه نوع مدارایست. ولی شما نگاه بکنید، باز من این داستان براتون میگم، آمریکا بودم دانشگاه ییل، از قضای سخنرانی راجع به دین و دموکراسی میکردم، بعد از سخنرانی من یه آقای مصری قبطی، اون اقلیت قبطی که در مصر، ایشون بلند شد و گفت که خب حالا شما این همه راجع به دموکراسی دینی گفتین و گفتین، آیا این دموکراسیه که در مصر من قبطی رو نمیذارن رئیس جمهور بشن؟ من گفتم که حالا من مصر رو که نمیدونم، ولی من میدونم تو آمریکا هم نمیذارن شما رئیس جمهور بشین. شما چه خیال کردین؟ فکر کردین همین که یه جای دموکراسی شد یعنی شما همه کاره میشین؟ توی همین آمریکا هم شما به صرف اینکه آمریکایی نیستی از ده ها حق محرومی، نه حق انتخاب کردن داری، نه حق انتخاب شدن داری، نه حق کار کردن داری، حق مردن داری آره کنار خیابون. واقعا یک جامعه کاپیتالیستی بیرحمی که شما اگر از یه چیزایی برخوردار نباشید حتی حق موندن نداری، بیرونت میکنن. شما فکر کردی همین که اسم دموکراسی اومد دیگه بلبشوه با همه چی میشه؟ نه، این خبرها نیست. گفتم که اون چه که در گذشته به نام یک جامعه دینی خوانده میشد الان جامعه ملی و نشنال خوانده میشه. تو جوامع دینی هم در گذشته همین طور بود، آدمایی که دین اون جامعه را نشناختن یه رشته حقوق محروم بودن. شما در یه جامعه اسلامی گذشته اگر مسلمان نبودید، مثلا یهودی بودید، مسیحی بودید، البته حق حیات داشتید، حق کار، همه این چیزا، اما بعض از حقوق مسلمان ها رو نداشتید، یعنی مثلا نمیتونستید حاکم اسلامی بشید، حاکم جامعه بشید. اینن همین قصه امروز برقراره، منتها نشنالیتی این کار رو میکنه. شما اگه نشنال فرانسه نباشید خب بسیار از این حقوق رو ندارید. یعنی ببینید یه جورایی یه همگرایی هایی به قول شما هم حاصل شده، یعنی یه منطق های خیلی مشابه همدیگه شده، توجه میکنید؟ با این مشابهت در منطق هاست که یه مقداری مدارا دشوار شده و تعریفش سخت‌تر شده. و در این حال بازم من این رو تکرار میکنم که ما در زمانه زندگی میکنیم که مسئله حقوق بشر مطرحه و حقوق بشر رو نباید فقط تواناها به کار ببرن، باید یه جوری باشه که دیگران هم که اون درجه از توانایی رو ندارن اونا هم برخوردار باشن از او. و به فرض اگر مسلمان ها زوری پیدا کردن، مثلا اینا بلا فاصله شروع کنن به بیرون راندن دیگران. یک تعریف تازه‌ای از مدارای دینی ما باید داشته باشیم. من توجه دارم که مدارا دو معنا داره، یه معنایی که توش ترحم خوابیده، یه معنایی که توش قبول دیگری خوابیده. اینا دوتا معناست و من این رو در نوشته های پاره از متفکرانم دیدم و تصدیق میکنم. معنای مدارای ترحمی همین است که بنده شما رو قبول ندارم اصلا، فکر میکنم دینتون، فکرتون همه باطله، ولی چون از طرف شما به من ضرری و خطری نمیرسه من با شما میسازم، سازگاری میکنم. یه وقت اینه، یه وقت اینه که برای شما اصلا حق فکر کردن و حق حیات و حق ابراز وجود قائلم. حق معتقدم زندگی راه های مختلف داره، دین انواع مختلف داره، یه پلورالیسم واقعی برقراره. همونقدر که شما حق دارید فکر و اندیشه خودتون داشته باشید منم دارم، یعنی خودم مساوی میبینم و مدارا میکنم. یه وقتی که مساوی نمیبینم و مدارا میکنم اون میشه مدارای ترحمی. یه وقتی که مساوی میبینم در همه حقوق و امتیازات و ویژگی ها اما بازم با همدیگه سازگاری میکنیم، این دومیه که انسانی تر و مهم تره و این است که ما امروز محتاج او هستیم. این سال سوم من خیلی مستقیم وقت شما رابطه نمیشته باشه، ولی بیشتر کلیه نظر بحثی از که روشنفکری دینی فرمودن احتمال داره شما فهمن تفسیری فرمودی باشید که توضیح داده باشید من مطالعه نکردم. فرماشی مدرمان برای این اساس که اصلا روشنفکری دینی و یک تضاد درمینی بینش میبینم و حتی کلامی بین روشنفکری دینی و دینی بودن. من
چرا من مفصلا در این زمینه بحث کردم، انقدرم بحث کردم که دیگه از تکرارش ملولم، ببخشید. گفت بود که یار ببخشد به ما به خلق کریم که از سوال ملولیم و از جواب خجل. بنابراین شما به نوشته‌های من مراجعه کنید و یک کتابی از من انشالله قریبا منتشر خواهد شد تحت عنوان سیاستنامه جلد سوم. در اونجا من سخنانی که در این باب دارم مفصلا آوردم و خلاصه حرف من هم این است که نه اون ادعای بیش نیست، اونهایی که گفتنش دلیل براش نیوردن و از این طرف هم دلیل بر وجودش هست، برای این که به قول نه اونا که دلیل نمیگن. همین چه شما وقت من هسته این که صفت دینی بودن هم بخواه میکنید باید این اصولی داشته باشید و با این چه فکر تو روشن باشه و بازشون سابه نه دیگه. خب این که دلیل نیست، این باز خود تکرار ادعاست. دلیل این استش که شما استدلال کنید که چرا تفکر با دینداری منافات داره. چون روشن فکری یه جور دین تفکر دیگه. آیا واقعا دینداری با تفکر کردن منافات داره؟ نه، روشن فکری یعنی شما فکر روشن داشته باشید. فکر البته تو هر دوره فکر روشن داشتن بالاخره یه نتایج ویژه‌ای داره، ولی مگر اینکه کسی بگه که اصلا دین داشتن با فکور بودن و متفکر بودن منافات داره. خب اگه این نباشه به نظر من دیگه هیچ مانعی واقع نمیمونه. اگر کسی چنین گفت ما به خودش میگیم شما یه ذره روشن فکریت یا فکرت اشکال داره، و الا چطور میشه همچی چیزی؟ حافظ و هر استاندارد شما بگیرید ظاهرا روشن فکر زمان خودش بوده. بو علی سینا بزرگترین متفکر بوده، سهروردی متفکر بوده، فارابی متفکر بوده، اینا همه زمان آدم های دینداری هم بودن. یعنی ما به نمونه های عینی باید مراجعه کنیم دیگه، نه اینکه یک چیز منتزعی تجریدی تو ذهنمون بیاریم بگیم این با اون نمیشه. من همیشه مثال میذارم، یعنی یک فیلسوف نمایی گفته بود آقا اصلا ساختن انگشتر محاله. گفتن چرا؟ گفتود برای اینکه یا اینقدر شله که از انگشت میفته یا اینقدر سفته که اصلا تو انگشت نمیره. بعد بهش نشون دادن گفتن نبگین آقا این انگشتر هم به اندازه‌ای شله که بشه در انگشت بره و هم اونقدر شل نیست از انگشت بیفته. اما شما اگه بخواد فقط تو عالم فکر بگین میگید خب انگشتر نمیشه دیگه، و نظیر این هزار تا دلیل دیگه میشه آورد و مثال میشه زن. نه، به نظر من روشن فکری هم مثل انگشتری است که امکان وقوع داره و بلکه تحقق هم پیدا کرده و از اون به اصطلاح تخیلات انتزاعی اگر بیان بیرون تصدیق به وجودش و به امکانش میکنه. خیلی ایزدی میشن. من تو تو یه چیزی که شما فهمیدین در مورد مخالفتی کشفرده فرنگی با هجاب، ما نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم که اینا اکسون عملیه در مقابل کشفرده اسلامی که با نداشتن هجاب در این کشفرها مخالفت دارن. حالا به فرضم این باشه، خب خیلی کار بدیه. این یعنی دست از اصول خود برداشتن. یه حکومتی که خودش رو سکولار میدونه، یعنی باید مدارا کنه با اینا، چرا باید عکس العمل یک کشوری یا یه گروهی باشه که رفتارشون رو قبول نداره؟ آدم که نباید در عکس العمل به دیگران دست از اصول خودش برداره. به فرض اگر اینطور هم باشه به نظر من راه نادرستی است. در حالا اگه بخوام یه استفاده اخلاقی از این بکنیم، در نامه‌ای که امام علی به پسرشون امام حسن نوشتن یه جمله خیلی زیبایی هست، مناسبت داره با این سوال شد. به پسرشون میگن لا یکونن نخو که علا مقاطعت که اقوامن که علا سلطه. نبادا اگه دوستت از تو برید، بریدن او نیرومندتر از پیوند تو باشه. یعنی تو عکس العملی عمل نکن که او اگه برید تو هم ببری. اتفاقا اگه اون برید تو عکس العمل این باشه که نزدیکتر شو، رشته دوستی نذار ببره، نذار او غالب بشه به تو. با این بریدنش تو رو هم وادار به بریدن کنه. تو راه خودتو برو، تو پیوند بزن. توجه فرمودید؟ لذا در عکس العمل خیلی مهمه که آدم مواظب باشه اصول خودش رو زیر پا نذاره، چون وقتی اصول خودش رو زیر پا گذاشت معناش اینه که طرف مقابل بر او غالب شده. معناش اینه دیگه. اگر این باشه،
خب درست نیست، شیوه نادرست است. بله این صحبت شما و این سوال دیگه هم پیش آورد، این که میخواستم نظرتون رو در مورد عمل کشورهای در این مورد حجاب رو. آره اونا هم به خود میکنن، اونا هم به خود میکنن، نه اینا مثل هم میمونن، اینا عکس برگردون هم دیگر، اونا هم به خود میکنن. ببینید واقعا حجاب خب مطابق فتوای فقها بالاخره فریضه است برای یک انسان مسلم. حالا دیگه بعد از اینش دیگه بین انسان است و خدای خودش. من همطور که به شما عرض کردم مثل روزه گرفتنه، مثل نماز خوندن. ما که اینجا گریبان هم دیگر نمیگیریم که بیان شما نمازت خوندی اومدی اینجا، خب به من چه ربطی داره؟ این یک تکلیفی است که ماها بین خودمون و خدا داریم. کسی میخونه، کسی نمیخونه، کسی نصفه میخونه، کسی درسته میخونه، دیگه هر چی از خودش بره جوابشو بده دیگه. در بقیه امور هم همینطوره. البته یه چیزایی هست تبدیل به قانون میشه، خب قانون البته باید اجرا بشه، ولی به طور کلی در این زمینه ها خب تو جوامع اسلامی نامی افراد های صورت میگیره دیگه. به نظر من اگر به جای این تأکید روی آموزش بره، روی پرورش بره، روی فلسفه این چیزها بره، پاره از سختگیری ها کنار بره، اینا به نظر من بهتره. فقهای ما اگه تاریخی به این مسائل نگاه بکنن، بالاتر از این به نظر من اگر بین ملت و دولت یک اعتمادی باشه، این خیلی مهمه. وقتی که متاسفانه در ایران یه فاصله ای افتاده بین مردم و حکومت، به طوری که طرفای حکومت خیلی نمیخوان بپذیرن، فکر میکنن یا دروغ میگه یا زور میگه. بالاخره از بس این صدا و سیما دروغ گفتن به مردم، از بس متاسفانه کاری کردن که اعتماد مردم رو سلب کردن، خب اینا اثر داره دیگه. ولی حکومت اگر پدرانه عمل بکنه، حتی اگر یه خانومی به فرض تکلیف دینی هم ندونه، وقتی که بدونه که نظر حکومت اینه که صلاح مردم اینه، عمل میکنن، گوش میکنن و به راحتی میپذیرن. چیزی نیست، فشاری نیست، زحمتی نیست. اما وقتی که جنبه تحمیل پیدا میکنه، آدم چیز حق هم باشه میخواد زیرش بزنه. توجه فرمودید؟ البته این یه نکته است. نکته دوم هم این که خب به هر حال اون چیزی که در جوامع غربی میگذره علا ایه حال مورد قبول ما نیست. یعنی این عریانی ها و برهنگی هایی که اینجا هست که جنبه های افراطیه در برحال پوشش زنانه است، انصافا چیز قابل قبولی نیست. هیچ دلیلی براش نمیشه آورد. هیچ کسی هیچ حجت عقلی نمیتونه بیاره که این پوشش بهترین پوشش. توجه فرمودید؟ این اولا من اینو شما بگم، واقعا پوشش خانم های مغرب زمین تقریبا 40 تا 50 سال اینجوریه. من خود بعضی خانم ها رو دیدم، فکر میکنم از اول تاریخ اینجوری، والا اینجوری نبوده. تا هم 50 سال پیش تقریبا پوشش اینها مثل زنان مسلمان بود. تقریبا شما اکثر اون دوره ببینید، اصلا اینجوری ها نبوده. بعضی فکر میکنم اصلا نرم پوشش اینه و بنده قویاً فکر میکنم این یه فشنه، یه فاز گذرایی است در تمدن و تاریخ غربی. 50 سال بعد مسلماً شما بدونید اینجوری نخواهد بود. یه چیزیست که یه افراطیست که صورت گرفته. بهتر ما از شکل افراطیش دست کم پرهیز بکنیم. به هیچ وجه نمیشه به اصطلاح نشون داد که این بهترینه. نکته دوم به نظر من خیلی راحت میشه توضیح داد که به هر حال هیچ کسی نمیتونه اثبات بکنه که بی‌حجابی بهتر از باحجابیه. حالا بنده فرض رو به این میذارم، نمیشه اثبات کرد که باحجابی بهتره، از اون ورش هم نمیشه. دو فرم، دو استایل، دو تا فرم آف لایف، دو شیوه زندگیه. حالا ما چرا شیوه زندگی خودمون رو لزوماً رها بکنیم؟ مثلا من سختگیری هایی رو که میشود مطلقاً قبول ندارم، اما به گمان من با یه توضیحات ساده ای میشه توضیح داد، میشه روشن کرد، میشه بیان کرد که آدم به هر حال گفت کهن جامعه خیش پیراستن ته از جامعه عاریت خواستن. توجه فرمودید؟ و رسممون این بوده، اینجوری لباس میپوشیدیم، هیچ عیبی هم نداشته، دلیلی هم نداریم که عوض بکنیم، همونطور که دلیل نداریم موسیقیمون رو عوض بکنیم، همونطور که دلیل نداریم رسم الخطمون رو عوض بکنیم. حالا فرنگی ها لاتین مینویسن، فاین، خط خودشونه، اما هیچ دلیلی نداره که مثلا ما
خط خودمون رو عوض و بسیاری چیزهای دیگه. به این چشم وقتی که نگاه بکنیم، مادامی که چیزی رو مضر نمیبینیم، مادامی که اگه یه وقتی یه چیزی مضره، اگه یه وقتی یه چیزی خلاف کمال انسانیه، خلاف حقوق انسان، اون یه حرف دیگه است. اما وقتی اینطوری نیست، ما باید خیلی هم راحت باشیم. ما به فارسی حرف میزنیم، به فارسی مینویسیم، لباس خودمون رو میپوشیم، موسیقی خودمون رو گوش میدیم، شعر خودمون رو میخونیم و لذت میبریم، غذای خودمون رو میخوریم که به اعتقاد بنده خوشمزه ترین غذای دنیاست و توی فرنگ و هر جا هستید غافل از غذای ایرانی نشید که غذاهای دیگه پیش غذای ایرانی هیچ لطفی نداره نظر بنده. و بنابراین خیلی هم خوبه دیگه، ما چه مشکلی داریم؟ و من واقعا اینو جدا عرض می‌کنم به شما، اصلا من نمی‌فهمم یه عده‌ای مثلا با بعضی از چیزای دینی مخالفت می‌کنن. بالاخره این پیغمبر خدا من مردم چه خواسته؟ نظافت بکنید، تمیز باشید، نظافت نماز بخواید بخونید، با طهارت و نظافت پیش خدا برید، بدگویی نکنید، دروغ نگید، زخم زبان نزنید، نمی‌دونم حرام نخورید، فرض کنید که نگاهتون به مال دیگری نباشه، بی احترامی به دیگر، همه این چیزهای نیکو که شما میبینید هم راه با بسیار توصیه های دیگه، فقط همون چیزهایی است که خدا خواسته، پیغمبرای خدا خواستن و فکر نمی کنم با عقلانیت منافاتی داشته باشه. علی حال اینطوریه، این جهام اگر عکس العملی رفتار میکنن کار صحیح نیست واقعا، باید بهشون حالی کرد. و سکولاریزم هم انصافش اینه که چنین اقتضایی رو نداره. من اتفاقا در یکی از مصاحبه هام اینو گفتم، گفتم ایراد من به حکومت های غربی نیست که چرا سکولارن، ایراد من اینه که چرا به اندازه کافی سکولار نیستن. ایراد ما نیست که چرا لیبرالن، ایراد ما است که چرا به اندازه کافی لیبرال نیستن. چون اون لیبرال بودن و سکولار بودن شما اگر جانش رو بگیرید خیلی بعد رفتارا بهتر و آزاده تر از این باشه و مدارا آمیزتر از این باشه که الان هست. اینا در واقع یه مقدار دارن اصول خودشونو میتراشن. در مورد کلیسا شما فهمیدید که افراطی عمل نکرده در اون زمان و رفتار فرخوش کرده در این زمینه علمی رو عرض میکنم و الا در مقابل ساحران، در مقابل کافران، اونا که خب بله رفتارهاشون حقیقتاً فوق طاقت بشری و فوق تصور بود. کسی رو به کمترین شبهه‌ای که این جادوگره و واقعا میگرفتن و میکشتن و چقدر افراد که با کسی دشمنی داشتن رفتن گزارش دادن که فلانی جادوگره. یا بعضی از حوادث که میومد، سیل میومد، زلزله میومد، نسبت میدادن که فلانی جادو کرده و اینا طعمه کلیسا میشدن بیچاره ها، اینا رو آتیش میزدن، اینا رو میکشتن. یا همچنین کسانی که معتقد بودن که کفری گفتن و تعلیمی از تعلیمات مسیحیت انکار کردن. بعدم یادتون باشه که اینکویزیشن یا انکویزیسیون یا تفتیش عقاید تو کشورهای مختلف اروپایی مختلف بود. اون شدیدترین و فجیع‌ترینش در اسپانیا بود و تا حدودی در ایتالیا. ولی مثلا انگلستان از این جهت خیلی آزاده‌تر بود. هلند تا حدودی آزاده‌تر بود. متفاوت بود. و این به تفاوت ارباب و اولیاء کلیسا بستگی داشت. یه جای آدمای خیلی خشکتر و سختگیرتری بودن، جاهای یه مقدار آدمای آزادتری بودن. این تفاوت هم وجود داشت. اصلا تبعیت و عمل به احکام شرعی همیشه همینطوره. یه ضلعش اون حکمی که تو کتاب نوشته شده ولی اون حکم صامته. یک ضلع دیگه‌اش اون نیست، کسی است که میخواد اون اجرا کنه. خیلی به نظر او بستگی داره. گاهی خیلی بازتر و آزاده تر برخورد میکنه، گاهی هم خیلی خشکی و سختگیری که الان هم ما تو ایران درست همین جورا رو داریم دیگه. این آقای خزعلی و مصباح و مشکینی اینا از همونا که اگه دستشون میرسید تفتیش عقاید درست میکردن همین جوری آدم ها رو سیخ میکشتن و کباب میکردن. ولی یه کسایی هم بودن و هستن که نه، از این آزاده تر نگاه میکنن. شما همیشه بعد انسانی کار یادتون نره و اینکه این حکم و این قانون به دست کی بیفته خیلی مهمه. این و در عمل هم همین شد. یعنی تو اروپا این محاکم تفتیش عقاید رفتارهای متفاوت داشت. صحبت خانم و مسئله دیوالوزی خدا و در واقع بحث پتکویا و اجتهادی، اگه اجازه بدید در آخر خیلی جالبه این دوکرم، اگر شما بخواید بسید با هم میشید توجه کنید که گوی سخن معمولاً در دست رو بود فکر نمی کنید راه و شیوهی برای این مسئله که به شکل حجاب مطرح شده و
و رادع و مانع ایجاد کرده. شما میبینید گذران سال به موجود ترکیز بحثات این گلیبی افراد شده با اون تفصیل با اون دیگاه های خاص به پیر خاطر را هست به اون سرسانت های جبان نمیشد تقه پویان به تلسیتانی و بشه این مثلا را این پجومی حل کرد و دیگه شما سنگون هر نیست به نظر خودتون این رابطه و زیاد مدارا نمیدن. خب سوالی مطرح کردی که خودش سواله. قشنگ زیبا میشه که شما بگید. من فکر میکنم همه نعمت خدا رو نباید میشه شما چای اگر اون زیبایی رو بگذاریم اجازه بدید من خواهش میکنم. من فکر میکردم بگذاریم من نمیستم خودم رو سوال کنم. فکر میکردم جمعی با خودش بشن این میدان رو به من میگره هیچ کنه مواخده بعدی و نگران این رو نباشه و اون این اعتقاد رو دارم خدا زیباست زیبایی رو دوست داره و در اون چارچوب وظیفه ایشان سنگین‌تر میشه که چطور این قضیه نگاه کنم و راه خدا اون خبر هیچ رو پیش بودید بعضی از مسئله دینی هست که فقهای ماهر ما میتونه حلش کنه. این مهندسی نظام که انتظار میری از ایشان یا از دیگران و در واقع ولی خب من فقط این شعر سعدی رو میخونم. گفت که گفت جا که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. بسیار آقای سلطان خواستم مقدمتان تشکر کنم خصوصا بوان شهرفندی که ساکل قبل هستم رو به مذب سکولار ستیزگرا بالاخره یه تکلیفی رو برای ما حداقل ایجاب میکنه با اثر مشاهده ساکن نباشن. ببینید مثال گوید از ترکیه 16 سال پیش شاید در الجزایر یک واقعی اینچنین رخ داد، یعنی از صندوقهای رای عباسی مدنی اکثریت رو بود و دنبالش مون شد که میدونید توی 15 سال اتفاقاتی افتاده که همین جامعه غرب رو برانگیخته که در مورد ترکیه تأمل دیگری بکنید. از آزا خود شما اشاره کردید جامعه ما و جامعه غرب جامعه اثباتی که نیستن سیار بحث حجاب رو امیدوارم که تصمیمی باش برخورد نکنید، یعنی با معذرت میخوام جسارت داشته ولی فقط در یک چارچوب خاصی بحث شد در اینجا که در مدارسی که مثلا وجه ادارش هزینه ادارش هزینه عمومیه قاعده عمومی غالب بود. من شخصا موافق این استدلال نیستم ولی استدلالی است که تو جامعه جاریست. یه جامعه است که یه دستاوردهایی رو داره، بابتش هم خون داده، بابتش هم پشته داده، بابتش هم هزینه داده، 200 سال دستاورد داره. دستاورد رو بسیار طبیعیه راحت معامله نکنه. بنابراین سوال که این جامعه هست پیش میاد فقط جلو هست بالا پایین هست ستیز جویی هم که دارید میگید تو دامنه سیاسی خلاصش کردی خوشبختان به دامنه سیاسی همیشه بوده، مربوط به امروز نیست و احتمالا در آینده ستیزی خواهد تا وقت با ما مرزاشون دارن ستیزی هم خواهد بود. امیدواریم ستیزی جویی تبدیل به تلفات نشه. برای که تبدیل به تلفات نشه سهم ما شاید سهم شما بیشتر از سهم این هستش که توضیح بیشتر داده باشه که این ستیزه جویی به عنوان عکس العمل ستیزه جویی دینی معنا نداره، چون ستیزه دینی نبوده. اگر نبوده باید کاملا گفته بشه. این گفتن القاعد پدیده کوچکی کافی نیست، در اینجا کافی نیست. اینجا شما راجع تلویزیون که باز میکنی اگر 100 ساعت راجع به مذهب صحبت بشی 90 ساعت شد رو عقاید هست، نمیگم این خوشایند ولی سهم کار شما بیشتر میکنه. شما موظفی بگید القاعده یه بخش کوچکیست و چرا بخش کوچکیست؟ همین که هر روزه در الجزایر این که آتش نشان خاموش نشده هنوز منقلبه. سهم روشنفکری مذهبی کجاست؟
به یه باید دیگه این جامعه اگر زبان ستیجوری قرار گرفته شاید خواهده این باشه که خودش تحت خطر با وجود این که زیبانا رو بخون تحت خطر دیده به یه باید دیگه به گمان من گفته ها و ایراداتی که ریجوان مذهبه با فلسفه مذهبه قاطی میکنه و این ابهام پیش میاره برای دولت مرد سیاست مدار قدیم که میشه با ریتوال مذهبی به قدرت رسید طبیعی هم برمید اینو واقعا نمیخوام چیز بشه سرسوری به نظر من وقتی قرد میاد باید ایش از روی فکر میکنید روی این تحقیق بکنید جسارتی نیست شما دارید تایید میکنید عرض بنده رو بله. شما دارید میگید این سکولاریسم ستیزگر هم علت داره خب من که حرفی ندارم که منم می‌خواستم بگم این سکولاریسم ستیزگر اینجا هست متو شما دارید می‌فرمایید علتی داره که ستیزگر شده خب حالا بله هر پدیده یه عللی داره اما اگر منظورتون اینه که چون علت داره پس خوبم هست پس درستم هست خیلی خوب میدونم من به هر حال این جامعه سکولاری که برام مشکل ایجاد کرده این بخشش ابهام گفتمان میاد نه گفتمان ما مبهم نیست ما به یه نتیجه رسیدیم شما میفرمایید سکولاریسم ستیزگر اینجا هست علت هم داره که ستیزگر شده بنده هم موافقم منم میخواستم بگم سکولاریسم ستیزگر اینجا هست علت هم داره من شاید سر علتش با شما موافق نباشم ولی به هر حال اینی که وجود داره سنن علتی هم داره که وجود داره ما که اختلافی نداریم در حالی که این سکولاریسم ستیزگر تو انگلستان نیست اونجا دخترای با حجاب از مدرسه عمومی رو نکردن اونجا هم سکولار حکومت ولی این مقدار ستیزگر نیست پس این تفاوت مشهوده توی عرض می شود که مثلا آلمان یه شکل دیگهش پدید اومد توی آمریکا سکولار در واقع حکومت دولت آمریکا حق نداره یک ریال یه سنت خرج یک کلیسا بکنه میدونید دیگه رسما هیچ کلیسای رو حکومت نمی سازه حکومت حق نداره خرج کنه حق نداره کمک کنه به هیچ عنوان خیلی استریکت از نظر قانون اساسی اینا از هم جدا ولی اصلا دولت آمریکا و مردمش مفتخرن جدی میگم یعنی من از خود آمریکایی شدم وی آر پراود ما مفتخریم که دخترای با حجاب تو مدارسمون میان اصلا شما ببینید تفاوت را از کجا تا به کجا مدارس دولتی حکومت سکولار آمریکا میگه مفتخریم که اینا میان حکومت سکولار فرانسه نه تنها مفتخر نیست شرمنده است دلیلم درست میکنه که نباید بیان خب ما به این میگیم سکولار ستیزگر فکر کنم حق داریم بگیم بعدم این ستیزگر خب شما میگید خودشو در خطر احساس کرده فاین به نظر من خیلی دلیل خوبی هم هست اگر یه حکومت خودشو در خطر احساس کرد و حق داشت به خاطر خطر خیلی کارا بکنه وقت چرا به حکومت ایران شما اعتراض میکنید چرا به حکومت‌های مذهبی اعتراض میکنید اونا خودشون در خطر احساس میکنن اینو میگیرن اونو میگیرن اینجا مگه یه ذره احساس خطر بالاتر رفت شما انتظار داشته باشید لابد کارهای دیگه بکنن به نظر من این که علت داره درست همه توجیه شما فکر نمی کنم اینا خیلی بپسندن چون در واقع شما دارید با این توجیهتون و این توضیحی که میدید اینا رو خیلی بر جاده بیراه معرفی میکنید ولی اون به هر حال the bottom line به اصطلاح اینو اون نکته مشترکی که ما داریم میگیم این است که بله شما با سکولاریسم آمریکا مقایسه کنید با سکولاریسم انگلیس مقایسه کنید اینا سکولاریسمشون ستیزگره هلند داره توی راه میره دفاعی که از سکولاریسم نه من فرانسه رو دارم میگم اینا چه میگن تو انگلیس هم اروپا است اونو دارن و این دفاعی که اینا از سکولاریسم ترکیه میکنن درست به همین دلیله ترکیه هم داره برای فرانسه میره اتفاقا و سکولاریسمش یا لائیسیسمش ستیزگر شده دیگه مدارای با یک رئیس جمهور مسلمان نمیکنه میگه حتما رئیس جمهور اصلا شما میتونید تصور بکنید حکومتی که میگه من دموکراسی کنم یعنی به هر کی رأی دادی بیاد بالا دیگه به مسلمانی که شهروند خودشه این مسلمان هایی که از بیرون وارد اونجا نکردن از مریخ که نیوردن مسلمانی که شهروند خودشه ترکه اکثریت جامعه مسلمانه میگه شما حق نده رئیس جمهور بشه شما آخه اینو با چه منطقی تو این دنیا میتونیم دفاع بکنه ازش وقت فرانسه پشت این کاره یعنی حمایت میکنه هلند حمایت میکنه انگلیس حتی حمایت میکنه خوششون میاد از این ترکیه شما میدونید باز به فرانسه خدا پدر اینا رو بیامرزه ترکیه آقا دخترای مسلمان با حجاب حق ندارن دانشگاه برن میدونین دیگه من واقعا یکی از اوقاتی که خیلی برام سخت و تلخ گذشت وقتی بود که ترکیه بودم چند سال پیش
چند تا از این دختر خانمای با حجاب تو جلسه بود آمده بودند و یکیشون منو مخاطب قرار داد، گفت آقای سروش من یک سوال جدی عملی از شما دارم، تکلیف بنده رو روشن کنید. من یه دختر مسلمونم، من با حجابم، به فریضه دینی من میخوام عمل کنم، درسم میخوام بخونم، عالمم میخوام بشم، نمیخوام این دختر جاهل بمونم، اما فردا که میخوام برم دانشگاه باید اینو بردارم از سرم، تو کشور خودم تو دانشگاه خودم من نمیتونم درس دانشگاهی بخونم مگر اینکه بی حجاب باشم. شو فکر کنید من چی باید به این بگم، من چی باید به این بگم؟ ببینید چه وضعیت دشواری برای یه شهروند، یه دختر ترک، یه دختر جوان اینا پیش آوردن و چه تبعیض آشکاری که اون پسر، اون برادری که این دختر داره راحت میتونه بره درس بخونه و هر پسر دیگری، این دختر بالاخره باید با وجدان شرمگین ناراحت اگه به فرضم این کار رو بکنه، که منم نظرم این بود که برو درس تو بخون، ولی خب بدیهیه که سخت میگذشت به او دیگه، بالاخره اعتقادی داره، بالاخره تربیت دینی داشته توی خانواده خودش، راحت هم که نمیشه گفت اینا کشکه بذار کنار، خب نه دیگه هست دیگه. و این با این جور تلخکامی و دندون روی جگر گذاشتن و شرمندگی از خدا و از خلق خدا و از همه پشت به این، اسمش رو گذاشتن سکولاریسم. آخه این یعنی چی؟ آدم اصلا نمیتونه این منطق رو هضم بکنه. من به این میگم سکولاریسم ستیزگر، و یه چیزی که اصلا به هیچ عنوان نمیشه ازش دفاع کرد و پذیرفتش، اما متاسفانه این حکومت‌ها دارن پشتیبانی میکنن ازش و آدم تعجب میکنه حقیقتاً. این توی دنیای عجیب و غریبی ما گرفتار شدیم، و همین دلیلی که من عرض کردم، گفتم بابا ما اعتراضمون به این حکومت‌ها نیست که سکولار، میگه چرا به اندازه کافی سکولار نیستیم، تو رو خدا سکولار باشین، تو رو خدا لیبرال باشین، به همون اصول عمل بکنی، خیلی بهتر از این میشه. خیلی ممنون. سپاسگزارم استاد. خیلی ممنون. وقتی که شما خواستم عرض کنم اول اینکه این لایسیته یا اون سکولاریسم که شما فرمودین ستیزگر، به نظر من محصول یه تقسیم‌بندی هست که اگر در ذهن داشته باشیم درکش و درک این نتایجی که شما الان فرمودین خیلی ساده‌تر خواهد بود. در لایسیته ما سه نوع لایک داریم، لایک ضد دین داریم، لایک بی‌تفاوت نسبت به دین داریم و لایک دیندار هم میتونیم داشته باشیم. این در سکولاریسم سیاسی که معنا پیدا میکنه، لایک دیندار کسی که دینداره ولی کم اداره حکومت رو با دینش هیچ خطی نمیکنه، اون اعتقاد شخصیشه. و لایک ضد دین هم همون چیزی که ما در ترکیه شاهدش هستیم و اینا اصولا با دین مخالفن، حاضر نیستن یک دیندار ولی اینکه خودش هم لایک تفاوتی نسبت به دین باشه بیاد و در عرصه سیاسی خودش رو به منصی و به نظر من این میزان و هراره لایسیته یا سکولار بودن کشورها برمیگرده به این که چقدر جامعه در این مرحله مونده باشه، آیا لایک بی‌تفاوت نسبت به دین باشه یا لایک ضد دین باشه. حالا لایک دیندار که یک کارگرد خاص خودش رو خواهد باشه. منتهی مرحله اتفاقی که الان افتاده اینه که در شهر واقعیت اینه که ما سکولاریزاسیون نداریم و اگر هم قرار هست شکل بگیره به نظر من در کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران میتونه شکل بگیره. دو تا مدل ما الان در شهر میتونیم مشاهده بکنیم، مدل ترکیه یا مثلا صدام یا مصر که سکولار بودن واقعا، ولی سکولاری که به صورت سزارین سکولار شده بودن، نه این سکولار طبیعی و تاریخی که این آمده باشه به صورت طبیعی چون اکثریت به قدرت گرفته حاکمیت قواعد رو بر جامعه بر مبنای دین، ریشه اداره جامعه رو از دین گرفته باشه و بگه بر قواعد دینی حاکم باشه. تنها جایی که این اتفاق افتاده در ایران بود و بعدا هم در حکومت طالبان در افغانستان که اون حالا به سرنوشت دیگری دچار شد. اگر قرار باشه که سکولاریزاسیونی شکل بگیره در جامعه اسلامی، ما میتونیم در ایران حالا در یه آینده شاهدش باشیم که این دین بیاد امتحانش رو پس بده. همین چالش هایی که الان بین جامعه ما، دین ما، دانشگاه ما، علم، صنعت و این قواعد که میخواد یا مردم رو بکنه، اگر این چالش ها
به نتیجه برسه، حالا یا به خود شما این فرد باشه بگه بعد من میتونم اداره بکنم، خیلی هم حالا نه تنها ایران رو میتونم اداره بکنم، جهان رو هم میتونم اداره بکنم، خب شاید بتونه این کار بکنم، مهمی به نتیجهش نرسید، ولی چند زمانی که این به نتیجه برسه ما میتونیم بیان بگیم تایم این سکولاریزاسیون ستیزگر شده یا نشده، اصلا سکولاریزاسیون شکل نگرفته اونجا. و این به نظر من دو تا علت داره، به خاطر که سکولاریزاسیون در دوران حاضر دو تا خصیصه داره. اولی سرعتشه به دلیل گسترش ارتباطات و گسترش علوم، و دوم خشونته. شما این دوست از من به نظر من درست فهمیدن، شما نمیتونید، حالا نمیتونم بگم نباید، نمیتونید و نمیتونید خشونت رو از روند سکولار شدن و از روند جهانی شدن دور بریم، به خاطر اینکه تسلط فکری ادیان سنت و فقر باعث منفجر شدن خشونت شده و این خشونت آثار و عواقبی داره. این تروریسمی که الان در جهان منتشر شده، واقعیت اینه که الان از دین صحبت میشه در جهان، 99 تاش پندادن تروریسمه، یکیش دینیه که حرف اخلاق میزنه، حرف انسانیت میزنه، حرف حقوق بنیادی انسان رو میزنه، این یه واقعیتی که ما باهاش مواجه هستیم. یه آبی دوستان هست، یه آبو توضیح بکنین، آبو بخورن چند دقیقه نفس بکشید. یه نفر دیگه غیر از آقای نورانی میده و بعد تموم میکنیم. در دقیقه یه رو دیگه جلسه ترتیب کلاه مالی یهودی‌ها و حجاب دختر.
اینها چون آشکارا جنبه مذهبی دارن میتونن که آزادی وجدان بچه هایی که هنوز به مرحله تمیز عقلی نرسیدن رو مورد خطر قرار بدن، که همونطور که یک بچه مسیحی ممکنه علاقمند بشه خوشبینی مثلا یه روسری سرش کرده این با روسری بیاد مسلمون بشه، ممکنه بچه مسلمونه از سلی بگه مسیحی خوشش بیاد بره مسیحی بشه. هر دوی اینها دوری یه سکست و قابل نقد هست و تا حدودی استدلال اون کسایی که از این تئوری ما حمایت میکردن قابل تحمل و شاید هم قابل پذیرش باشه. وقتی آزادی وجدانی که شما ازش بگیرید دیگه با آزادی فکر اصلا نمیرسه که بخواد انتخاب بکنه. اینها درسته که الان مطرح شده، این استدلال هم براش مطرح شده، ولی که به نظر من باز هم واکنشی هست و اگر قرار باشه رفتار کنشی باشه یک میوه رو برای همه تابعان این کره زمین به بار بیاره که اونها بتونن در با به رسمیت شناختن آدم هایی که در مقابلشون هستن به هر دین و رنگ و مذهب و نژادی که هستن و احترام گذاشتن به اونها این حال مطامیز رو داشته باشن. ما نمیتونیم با این رفتاری که با کنشی هست یک حکم قطعی بگیریم که این سکولاریست هست، این سکولارها سکولارهای سکیزه هست. یعنی الله اجازه بدید، البته من با این ادله آشنا هستم و هممون آشنا هستیم، اینجا گفتم شد، دوست عزیزمون هم گفتن، فرمایش شما چیزی بر اونها نیفزود جز این که ظاهرن دفاعی هم شما میکنید. خب حالا حق شماست، اشکالی نداره، مدافعان این سکولاریزم فرانسه هم زیادن، ولی من وجه دفاع شما رو نفهمیدم. یعنی شما فکر میکنید اگه سکولاریزمی بخواد ستیزگر باشه چه جوری میشه؟ فرض کنیم اینا نیستن، اگر بخواد ستیزگر نیستن، میگم اینا ستیزگر هستن ولی چن واکنشیه. خیلی خوب، اون که همین فرمایش دوست عزیز ماست، یعنی شما میگید هستن متا دلیل داره که هستن، بنده که اعتراضی ندارم به این. من نه، حالا ببین، آها ببینید، یه حرف دیگری است، اینطوری نیست اتفاقا به نظر من. این از اون سخنانی است که من فکر میکنم ما باید دربارش بیشتر تأمل بکنیم. واقعا اینجوریه، یعنی خشونتی که این طرفه خیلی بیشتر از خشونتی است که اون طرفه، یعنی جوامع سکولار کمتر خشنه. یعنی واقعا شما اینو باور کردید از این حرفا که اینجا زده میشه؟ من که فکر میکنم خیلی عجیبه این سخن. شما ببینید اینا به شدت طرفدار اسرائیل هم. شما فکر میکنید اسرائیل خشونتش کمتره از خب پس چرا شما این لائیسیزم رو میگید که قصه خشونت براشون مطرحه؟ اینا مطرح نیست براشون خشونت. به نظر من جایی که اینا روا بدونن خشونت میکنن. این آقای نیکفر که در آلمانه شونی مقاله علبن نوشته بود، نوشته بود فلانی فراموش کرده جنگ‌های دینی که در جهان بوده، در تاریخ بوده و چقدر به نام خدا خون ریختن. من برایشون نوشتم بنده فراموش نکردم، خیلی هاشم میدونم و قبول دارم، ولی من وجدان شما رو به داوری میطلبم. دو تا جنگ جهانی اول و دوم که جنگ دینی نبودن روی تمام جنگ‌های تاریخ رو سفید کرد. هیچ وقت تمام طول تاریخ شما جنگ‌های دینی و غیر دینی شو که کنار هم بذارین قد جنگ اول و دوم جهانی نه ویرانی داشت نه کشته داشت، 50 میلیون کشته داده. یعنی اینجوری نیست. من از این تعجب میکنم که شما فکر میکنید یعنی اینا تبلیغ کردن که دین با خشونت یکیست. کی گفته یه حرف رو؟ و اینکه شما میفرمایید هر جا اسم دین میارن خشونت میاد، منم میدونم اینا توی رسانه هاشون این کارو میکنن، ولی اینا تو رسانه هاشون این کارو میکنن. ما که نباید فراموش کنیم که اینطوری نیست. ما در دامن سکولاریسم خشونت‌های 100 مرتبه بدتر از اینا دیدیم. اما مصلحت اینا اگر این استش که دین رو با خشونت یک جا تبلیغ بکنن، خب مصلحت ایناست بکنن، ولی ما که نباید فراموش بکنیم که در حقیقت امر قصه جور دیگری است و اتفاقا بیشتر این مداراهایی که امروز میشه در اصل از دل ادیان بیرون اومده. ما چون خدای واحد داریم، ما چون اعتقاد به مثلا روز آخرت داریم، چون یک مشترکات ادیان بود، بر اثر اینا کلی مدارا بین خودشون تعریف میکردن. یه چیزی که اینا توشون عکس العملی دیده میشه، البته نسبت به قرون وسطای خودشونه، خب بسیار خوب، اون واقعا عکس العمل هم ایجاد کرد،
بعدم من خدمت شما عرض کردم، ببینید استدلالی که اینا میکنن که در مدارسی که هزینش رو دولت میده، خب قبول، ولی من عرض کردم شما مقایسه کنید با آمریکا، مقایسه کنید با انگلیس، اونها این استدلال نمیکنن و دختر با حجاب از اون مدارس بیرون نمیکنن، بلکه حتی عرض کردم افتخار میکنن، میگن برای ما افتخاره که دختر با حجاب مسلمون غیر مسلمون این اون همه کنار هم دیگه. لذا منطق میبینید که متفاوته، بنابراین از دل لایسیسم نمیاد بیرون، یه انگیزه دیگری کنارش خوابیده. ولی شما باشید و سکولاریزم، خب میتونید مثل آمریکا عمل بکنید، میتونید مثل انگلیس عمل بکنید، اما همین که پاتون از اون جاده گذاشید بیرون، معلومه که یه چیزای دیگه وارد شده. من البته قبول دارم اینا یه خوفی اینجاها وجود داره، این خوف خب خیلی چیزای مختلف میتونه باشه، اما یه نوع به اصطلاح سکولاریسم فلسفی اینجا وارد میشه، یعنی موضع‌گیری داره و در واقع پیش میاد، همون موضع‌گیری که سکولاریسم اومد تا ادیان اون موضع‌گیری رو نکنه. این که شما میفرمایید که بعضی سکولارا بیدینن، بعضی ضد دینن، این همون سکولاریسم فلسفیه که من عرض کردم. سکولار فلسفی یا ضد دین میشه یا طرفدار دین میشه. الان سکولاریسم فلسفی داره این کار رو میکنه، یعنی ضدیت با دین داره که این کار رو داره میکنه، و این درست یه موضع دینیه، یعنی درست همون چیزیست که سکولاریسم آمده بود تا این نباشه، تا شما به خاطر مواضع فلسفیت منو کنار نذارید، فقط به خاطر اینکه من انسانم منو قبول بکنید، هر موضع فلسفی که هست. اما وقتی که شما مواضع فلسفی یعنی عقایدتون رو دیگه به هر حال هر چه که هست وسط آوردین، در واقع نفی سکولاریسم شده. من دارم اینو عرض میکنم، یعنی این چیزاست که اینجاها با هم دیگه مخلوط شده و اون ادله رو یه مقداری مخدوش میکنه دیگه، این چنین است. بعد شما من یه چیزی باید اضافه کنم، من از سیدادی کسایی که موافقه هم بستم خدا نه، من که نمیگم نباشید، با شماست موافق باشید، از کردم همراهان زیادم دارید، ما فقط تحلیل میکنیم، یعنی که چی به کدوم طرف. بعد حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بست. حالا من متشکرم از اینکه تذکر میدید، ولی من توجهتون رو جلب میکنم به نکته‌ای که گفتم سکولاریسم از یک مرتبه پایین آغاز میشه تا به مراتب بالا. اولین حد سکولاریسم عبارت است از ترک زهد، یادتونه گفتم سکولاریسم در مرتبه نخستین و لایه زیرینش
عبارت است از کامجویی از این دنیا و ضد زهد بودن، ضد ریاضت بودن، دنیا رو تارک نبودن و امثال اینا. به این معنا گفتم حافظ سکولاره. حالا ما اصرار نداریم کلمه رو به کار بریم، ولی میخواستم بگم که سکولاریزم اولین بار که به کار رفت ضد زهد کلیسایی بود، ریاضت کشی، صومعه نشینی و راهب بودن. دقیقا سکولار این غیر راهب. میدونید ما در زبان فارسی به مسیحی چی میگیم؟ مسیحی کلمه فارسیش چیه؟ نصارا. نه نصارا که عربیه. ترسا میدونی یعنی چی؟ ترسا درست ترجمه کلمه راهبه. راهب رهبه به عربی یعنی ترسیدن، راهب یعنی کسی که میترسه. ترجمه فارسیش هم شده ترسا و به یهود به مسیحیان میگن ترسایان. خب برای اینکه اینا صومعه نشین بودن، یعنی اصلا اون سمبل مسیحیت کسی بود که گویی از مردم میهراسه، میترسه، به غار و صومعه پناه میبره، در بیابان و در عزلت و انزوا زندگی میکنه. سکولاریسم اولین معناش ترک روحانیت بود. توجه فرمودید، اولین معناش ترک روحانیت بود، یعنی زندگی به قاعده، زندگی نرمال، نه زاهدانه. اتفاقا حافظ درستی همچی کسی بود به این معنا و تا این اندازه، نه بیشتر از این، که روشنه. حافظ اصلا راجب سیاست اینا که تو اصلا می ترسید، میگفت کلاه ترک سلطانی که بیم جان در او درجست، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اصلا دنبال این چیزا گفت غلط کردم که یک موجش به صد گوهر نمی ارزد. دنبال اون سیاست و اونا نمی رد، می ترسید و اهل اون حرفا نبود، ولی اهل تنعم بود. توجه میکنید، یعنی معتقد بود این و فلسفه زندگی حافظ این بودا، نه از زهد ریایی بلکه اصلا از زهد گریزان بود. چون دو مطلبه گفتش که اگر به باده مشکین دلم کشد شاید که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید. جهانیان همه گر من امن کنند از عشق، منان کنم که خداوندگار فرماید. اهل زهد ریایی که نبود هیچی، اهل زهدم نبود و معتقد بود که پشمین پوش تندخو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. با پشمین پوشی و با تقشف و با سخت گرفتن بر خود و با زهد ورزی و ریاضت کشی و ذم دنیا و ترک دنیا و اون شیوهی که غزالی داشت، اون اصلا بر سر مهر نبود و قبول نداشت. می گفت من دوستار روی خوش و موی دلکشم، مست شراب ناب و می صاف بیقشم، در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز، استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم، شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من مشتری مفلس از اون رو مشوشم، شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، دستم تو هیست ورنه خریدار هر ششم. گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم، بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، گیسوی حور گرد فشاند ز بفرشم، حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست، آینه ای ندارم از آن آه میکشم. این مکتب حافظ است و چند جای دیگه هم این نکته رو بیان کرده. به این معنا حافظ روبروی غزالی می ایسته، حتی تا حدودی روبروی مولوی می ایسته، روبروی سعدی می ایسته، که اینا دعوت به ترک دنیا می کردن، دعوت به ذم دنیا، به ریاضت، به سختگیری برخیش می کردن. و در واقع غزالی حرفش این بود، می گفت هرچی این دنیا بخوری و کامجویی کنی اون دنیا ازت کم می زارن. درست مثل یه ترازو که این کفه که سنگین شد اون سبک میشه، این که سبک شد اون سنگین میشه. حافظ عکس این میگفت، میگفت که کسی که نعمت این جهان رو نچشیده نعمت اون دنیا رو هم لذتش رو نخواهد یافت. زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنختان شاهدی نگزید. این فلسفه حافظی بود دیگه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. این من به این مقدار، یعنی فقط به این ضد زهد بودن و اهل تنعم بودن، به این میگم که سکولار. و الا نه به معنای دین
نه به معنای جدایی سیاست از دین، اینا که اصلا توی منطق و توی قاموس حافظ وجود نداشت. آقای صدوق نفر آخر اگر اجازه بدید هم را سال خیلی من خب از اون آخر هم یه نفر سوال داشتید والا حالا یه نفر منصرف شده از سوالش. بله برای این که قبوله، ما که میدونیم ما راجع به سکولاریزم بحث میکنیم، ایران که سکولار نیست، ما که تکلیفش روشنه. بله هم بین ما ایشون اختلاف دختری میتونه اسم پدرش ازدواج کرده، بعد این دختر مجدداً برمیگرده به طرف خودش ازدواج کرده، برادران میگیرن میکشن واسه اونها و در واقع الان موبایلش هست، یعنی کاملا میتونید و صحنه رو ببینید. لحظه آخر با یه چیزی با یه بلوک بلند میکنید و ببینید مثلا دختره دیگه اصلا چیز شده. حالا ببخشید اون برادران خودشون چه شخصیت دارن فکر ندارید، ولی میخوام اینو بگم در همینجا تبدیل شده بود که اون مربوط به کشور ایران در حالی که فرهنگ خانم و مردم ایران علیرغم مسایه های مختلف و مذهبی که وجود داشته باشه این اسم رو نداره و واقعا ارتباطی با ایران نداره. اینه که اینجا این بحث میشه که بعد خشونت مسایه بازی بخاطر بابا اینا آقا اصلا این عجیبه، این چیزای میدیا و اینا رو شما خیلی دقیق‌تر از اینا باید نظر کنید، یه حسابایی در کارشونه. اینجا مگه سر فوتبال این همه آدم کشته نمیشه؟ تو انگلیس مگه این همه بنده در همین انگلیس بود خبر میخوندم که بویفرند یه دختری دیده بود که این دختر با یه کسی دیگه هم رفیق گرفت، سریعا کشت این پسر رو شد راحت. یعنی اتفاقا میفته اینجا هم، ولی یه جاهای دیگه هم میفته، یه جایی به اسم بویفرند و گرفنه، یه جا به اسم فوتبال. ببینید خشونت که از ذات آدم که بیرون نمیره، بعدش هم که نباید رو فکر کنی یه عده‌ای تو این دنیا تو بهشت برینن ملائکه بقیه همه، والله اینطوری نیست. مردم جهان به طور متوسط شبیه همه، باور کنید این دنیا رو متوسطان پر کردن، متوسطا هم علل اغلب مثل هم دیگه میمونن. اینو از من بشنوید، من دانشگاه تهران درس دادم، من مالزی درس دادم، من هاروارد درس دادم، من پرینستون درس دادم، من آمستردام درس دادم، انواع دانشجوهای اینا جلوی من نشستن. من این رو که شما عرض میکنم تقریبا همشون مثل هم دیگه بود، یعنی هیچ، من انتظارهای دیگه داشتم که مثلا تو هاروارد من میرم یه مرتبه همه اینشتین ها اونجا نشسته باشه، لا اینجوری نبود. حتی گاهی مقایسه میکردم میدیدم که خب توی تهرونش هم من درس میدم، به خدا چه پسرها چه دخترهای خوب، چقدر عالی، دوست داشتم این تجربه های خودم در اختیار اونا بذارم. جاهای دیگه جهان رو متوسطان پر کردن، متوسطان اغلب شبیه هم دیگر. اصلا این فکر رو نکنید یه ور دنیا ملائکه نشستن، یه ور دنیا اهریمنا، اونا یه کارهای عجیب و غریبی میکنن که اینا اصلا به عقلشون نمیرسه. اینطوری ها نیست، خیلی اتفاقا از این جهت ها مشابه. البته من نقش تربیت و نقش آموزش رو انکار نمیکنم، اما این خط کشی های عجیب و غریبی که تو این دنیا میشه بین این قوم و اون قوم و اینا خیلی به نظر من ساده اندیشانه است و قصه ها و ریشه ها عمیق تر از این هاست. خب ظاهرا به پایان نزدیک میشیم، ما دوستان تشکر میکنیم واقعا، متشکریم بابت این گوش های مجانی این دل های همدل و همدم و این دوستی های بسیار صمیمی و پرصفا و این که دیگه بله مولانا بخونید و حسن ختام شیرین باشه برای این جلسه ما که دو ساعت و خورده دوستان شدن، یادگاری بشه از شما از ناغله.
دیگه همین چون ناگهان گفتن دیگه بنده هر چی به خاطرم میاد بخونم براتون دیگه ها، دیگه نباید بگردم چون تو این دریا هم تو دست کنی یه ماهی بخوای بگیری ماهی ویژه‌ای سخته، این ماهی که اول دم دست میاد. از سعدی این غزل که میخوانم: دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است، ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. برادران طریقت نصیحتم مکنید، که توبه در ره عشق آبگینه و سنگ است. چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم، مرا که چشم به ساقی و گوش بر چنگ است. به یادگار کسی دامن نسیم صبا گرفته ایم و دریغا که باد در چنگ است. به خشم رفته ما را که می برد پیغام، بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است. بکش چنان که تو دانی که بی مشاهده ات فراخنای جهان بر وجود ما تنگ است. ملامت از دل سعدی برون نیارد عشق، سیاهی از حبشی چون رود که خود زنگ است. خیلی ممنونم از هر دو هست. منم مثل هیش خاموش.